یه نکته هم بهتون بگم قبلی که بازی رو شروع کنم. ببینید بچه ها، خیلی ها بابت عنوان بازی سالی حرف میزنن، خیلی ها. من شخصا یه ادعایی دارم، تو بچه های زبان فارسی میگم و محتوا سازان زبان فارسی، من فاینال فانتزی ریبرس رو بازی کردم، چه میدونم درگن دوگمای دو رو بازی کردم، ووکونگ رو بازی کردم، خب اسروبات رو بازی کردم، بجز این موارد کلی عنوان خوب مستقل و غیر مستقل امسالم بازی کردم. یعنی در قیاس با تجربه تمام اینها این بازی سالمه. خیلی فرق بین آدمی که مثلا درگون دوگما نزده، فاینال فانتزی ریبرس نزده، یه دونه اسروبات و مثلا جزء بازی مهم ما زده شده بازی سالش. این خیلی تفاوت میکنه ها، متفاوت. حالا با توجه به این توضیحات میریم سراغ بازی. وجب به وجب بازی رو بهتون توضیح میدم، ببینید چه شکلیه و به چه نحویه، و در کنارش هم یه تایمایی که میخوام میگم آقا اوکی الان مثلا اگه سوالی دارید بپرسید فلان، یا مثلا نگاه هم به چتی بخوره یه استارتی میزنم یه توضیح میدم. بریم تو بازی. خب این که بالاست و میایم پایین و شروع میکنیم یه نیو گیم، بله، و بریم داخل بازی. صدا اینا اگه مشکلی داشت به من حتما توضیح بدید، بهتون بگم. بازی با یه کاتسین جذاب شروع میشه. شما شخصیتی میبینید که هویتش مشخص نیست و توی نمایشا ما این لباس رو تن پرنسس زلدا دیدیم. اینا هم که سربازای گنندورفن. خب حالا میخوایم ببینیم که اینجا چه اتفاقی میفته. اینجا بالاخره مبارز ما با شمشیر و سپر لینک وارد میشه و اینجا بازی شما رو سورپرایز میکنه. What the fuck؟ و موسیقی کلاسیک بازی زلا، یعنی ما قراره با لینک بازی کنیم. چه اتفاقی داره میفته؟ بله، ما قراره با لینک بازی کنیم، با تمام ابیلیتی ها، جونمون تا مکس پره، همه چیو داریم، همه چیو داریم، حتی اون ضربه معروف، شیلد، همه چیز. بازی در کمال نوآوری باز با لینک شروع میشه. ما قرار بود تو این بازی با زلا بازی کنیم، ولی خب از اونجایی که ما پرزنتایی مثل تیرز آف د کینگدام رو دیدیم و میدونیم که تو پرولوگ همیشه یه سورپرایز داستانی داریم، میگیم اوکی طبیعیه. صدا همه چی خوبه؟ صدای استریم اینا همه چی اوکیه؟ با لینکس اویکنینگ آشنا شدی؟ بازی از منظر ویژوالی، چون همون تیمی ساخته که لینکس اویکنینگ رو ساخته، بدونید ویژوال بازی همونه، ویژوال فنی بازی همونیه که تو لینکس اویکنینگ، اما یه چالش مهم داشتن وسط کار توضیح میدم. بای بای بابا. میبینید لینک تو اول، یعنی شما قشنگ احساس قدرت میکنید تو ابتدای بازی، ما خیلی قویم. دقت کنید مسیری هم که دارید میایید خیلی مهمه. حالا میفهمید چرا این مسیر مهمه و اصلا چرا بازی ابتدای ام شما رو اینجا کشونده. سلام مسعود، چطوری؟ خوبی؟ خوش اومدی. باید بریم از بالای این بیای. دانجنای کلاسیک و معروف زلا، لاک تارگتی که قبل اینکه سولز لایکا به وجود بیان و اینها یه فرانچایزی مثل زلا خلق کرده. الیت موبام رو زدیم،
جون که نمیخوایم، اینا تهش جون میده. این بازی دو بودی نیست، دوربینش ایزومتریکه، یه حالت تاپ داون داره، عملا بازی سه بودیه. البته بگم ها، یکی از چالش‌های سخت بازی این بوده که فضای سه بودی هم داشته. بچه ها گنندورفی که میبینید که به پیگ گنن معروف، گنن پیگم معروفه، توی عنوانایی مثل الیک تو د پاس که دهه 80 اومده و اصلا بازی‌های اکشن ادونچر پدرشون بازی الیک تو د پاسته، یا یکی دیگه از نسخه‌های زلدا یادم نیست کدومشه، در واقع این گنندورف بوده که خب شما با آنتاگونیست اصلی بازی هم اینجا روبرو میشید که اینجا شنلشو بر میداره لینک و نبرد اصلی شروع میشه. پرنسس زلدا هم که اسیر شده. بیا اسفر. انقدرم زورتون زیاده سریع میره تو فیز بعدی. ببینید فیز دوم و تمام. خب ببینیم چطوری شروع میشه. دقیقا سه تا عنصر اصلی بازی هم همین گنندور، زلا و لینک. باخه یه خنده مرموز میکنه گنن، نیزش رو ول میکنه و یه ریفتی نیزه گنن رو نه تنها میکشه، تو آخری لحظه لینک رو هم میبره داخل خودش. لینک هم یه شلیک میکنه، اون کریستالی که دور چیز وجود داره رو میشکنه، زلا وجود داره رو میشکنه. اوکی و از اینجا شما قراره کنترل قهرمان داستان که زلا باشه رو به عهده بگیرید. دقیقا همون ابتدای نور طلایی هم شما میبینید که میره توی شنله، شنلی که در واقع برای لینک بوده. بذاریم موسم رو بیارم پایین، یه چیزی نوشتید ببینم. این نوره با ماست و ریفتی که میبینید یه دفعه قاطی میکنه. حالا ما باید فرار کنیم. بازی پپسی من یادتونه؟ این نوره هم که راهنمامونه. یه سری پلتفرم هم تو راه داریم که قراره مسیرمون رو سد کنن و کندمون کنن. ما سوتی بدیم گیر افتادیم. یا ابلفاز حالا فهمیدی چرا مسیر اول بازی مهم بود؟ باید حافظتون این مسیر رو چک میکرد. این بازی پرولوگ و توتوریالش هم جداست، یعنی گیم پلی رو جدای از پرولوگ نشون میده. یه عادتی که دیزاینر رو دارن اینه که مثل سابق نیست یه منوی توتوریال داشته باشید بریم بازی رو یاد بگیریم حالا بازی کنیم. همیشه پرولوگ و توتوریال با همن. اینجا شما پرولوگ بازی رو میبینید و به شدت شبیه به برس آف ده وایلد و تیرز آف ده کینگدامه. یعنی شما حتی الدن رینگ بعد از خروج از چالش اولیه یه بازی کل یونیورس بازی رو میبینید
و هر چیزی در بازی قراره تجربه کنید دقیقا جلوی چشماتونه. خب الان میره تو بستر داستانی بازی و میخواد یه سری ایده های داستانی رو براتون بگه و جالب بازی به شدت برای قصه گفتن نیازی به دیالوگ نداره، همون کمان که کاراکترام خیلی دیالوگای خاصی نمیگن، اگه بگم توی کادر زده میشه، یه جاهایی البته 100% دیالوگا اهمیت پیدا میکنن. بین سربازا و پرنسس زلا هیچ دیالوگی برقرار نشد، کاملا برای ما مشخصه که اوکی این بازی یه شاهزاده است، شاهزاده رو سربازا میشناسن، سربازای پادشاهی همراهیش میکنن و پشت بندش هم اون ریفته رو نشون میده که داره وارد دنیا میشه، همونجا متوقف نشد. تعجب سربازا، ببین بدون هیچ دیالوگی، ای پرنسس زلا پیدا شد، انگار گم شده بوده. و خب حالا دیالوگایی که میاد توضیح میده، من چون رو دیالوگا مسلطم هر جایی لازم باشه دیالوگا رو بهتون نشون میدم، ولی جاهایی هم که لازم نباشه مثل اینجا براتون خیلی سریع رد میکنم بره. همه دارن بابت چیز حرف میزنن، نبودن پرنسس زلا و این قصه ها، اما این نکته جالب اینجا اتفاق میفته. حالا یا اینجا یا پیش باباشه، اینجا اشاره میکنه که باید داریم پیش پادشاه حرف بزنیم که در واقع باباشه. مرسی از ساب آریان، آریان مرسی واسه سابت. خب شما از الان قبلی که برید پیش پادشاه فرصت اینو دارید که چرخ بزنید، یعنی بازی این آزادی رو بهتون میده، ولی خب چون الان خیلی از قابلیتاتون رو ندارید نهایتا شما بیل اجبار به مسیر اینجا میفته، یعنی تو مسیری که قراره برید با پادشاه صحبت کنید. خیلی طراحی صدای بازی بسته به محیط هایی که توشین خوبه و شرایط رو نشون میده. این خانم ها میشنسید این پاس توی پرنس آف دوایل و تیرز آف ده کینگدام باید حتما یادتون باشه، یه ساید میشن مخصوص به خودش هم داره این پا، که خب اینجا این پا هم یکی از NPC های مهمه و یکی از کرکترهای مهم یونیورس زلداست. اینجا میبینیمش. مسعود باید سب کنی ببینی قضیه چه خبره. این هم که صحبت خاصی نمی کنه، بیشتر سر اینکه پادشاه منتظره تا حرف میزنه. خب میریم پیش پادشاه. پادشاه با وزیر و فرمانده جنگش وایستاده. جنرال رایت و مینیستر لفته. خیلی از منظر داستانی واسه کسایی که اصلا تجربهش نکردن خوبه، چون کامل شما رو با یونیورس زلا آشنا میکنه. حالا اینجا میخواد تعریف کنه، اینجا من خیلی سورپرایز شدم. زلا میگه که میگم زلا کینگ پادشاه میگه که سوردمن این گرین، خب یه شمشیرزنی که لباس سبز داشت نجاتت داده از یه هیولا. یعنی اصلا توی داستان بازی هنوز لینک و زلا با هم آشنا نشدن، انگار یه شخصیتیه که جدا قراره اینجا تعریف بشه و این خیلی خوبه که در جریان داستان اونایی که لینک رو نمیشناسن تازه اینجا همراه با مسیر بازی تازه با لینک قراره آشنا بشن این قصه ها. این نکته جالب این بخش داستانیش بود. خب بذاری من دیالوگا رو رد کنم. چیز خاصی هم نمیگن بابت همین اینکه 20 در واقع این دیوه چی بوده که اشاره به گنندورف داره، اون ماجرای ریفت رو توضیح میده و از این قصه ها و ماجرای لینک، حالا فعلا شخصیت مرموزی داره، یعنی به عنوان یه مبارزی که نمیدونن کیو اینها دارن ازش حرف میزنن و نهایتا تصمیمی که پادشاه داره میگیره با توجه به گزارشاتی که برای هایرول اتفاق افتاده و ماجرای هرج و مرجی که به واسطه این پدیده ناشناخته وارد سرزمین هایرول شده، که آقا یه سری بچه ها دارن گم میشن، خب اینا میرن توی ریف دیگه، اینا هنوز نمیدونن چیه، یه سری از نمیدونم بزرگ سالا دارن گم میشن، قضیه رو نمیدونیم چیه.
و ما باید ببین حالا مثلا همون اول کار پادشاه میگه که ما باید در کنار همه اینا باید راجع به اون شمشیر زن مرموزم پیگیری کنیم، اون کی بوده که تو رو نجات داده و میجنگیده و این قصه ها. که اینجا یه گزارش جدید میاد، یه خبر اورژانسی. اینجا راجع به ریفته توضیح میدن که خب ریفته چی شده، جزئیاتشو بیشتر بگو. بعد اینجا داره به صورت تصویری برای شما توضیح میده که این ریفته داره یکی یکی اهالی هایرول و ساکنینشو میبره و یه سری موجودات عجیب و خبیث هم وارد دنیا شدن و دارن به مردم حمله میکنن. اگه با من چت میکنید حتما تگ کنید که من چتاتون رو بخونم. خب اینجا سربازه گزارش رو میده میره. اینجا پادشاه پلن میریزه، اشاره میکنه به فرمانده جنگیش و وزیرش. به وزیرش میگه که آقا برو تحقیق کن ببین این پدیده ناشناخته جدید چیه. مرسی از هادی فرهنگی واسه 126874 تومن دونیتش. هادی مرسی واسه دونیتت. میگه برو راجع به این تحقیق کن ببین آقا اصلا ریشش از کجاست، چی زیر سرشه و این قصه ها. اون یه رو من حساب کنید. به فرمانده نظامیش هم میگه آقا این نیروهای جدیدی که اومدن رو به تو میسپرم، برید ببینید قضیه چیه، پادشاهی رو نجات بدید. اما درست تو همین لحظه تمام معادلات تغییر میکنه. پادشاه دخترش رو تو لحظه آخر نجات میده، دو تا فرمانده و وزیرم میرن پادشاه رو نجات بدن و همه قربانی ریفت میشن. و اینجا این پدیده ناشناخته یه چیز جدید رو برامون رو میکنه. این پدیده در واقع از موجوداتی که میبلعه ایمپاستر میسازه. الان ما شاهد ایمپاستر پادشاه، وزیر و فرمانده جنگی. دستور پادشاه رو ببینید، محافظا رو صدا کرد و میگه که آره سریع اینو زندونیش کنید. کیو؟ پرنسس زلا رو. بعد اینا پشمشو میریزه میگن پرنسس زلا؟ میگه آره دختر من دلیل اصلی تمام این آشوباست. تمام تقصیران میندازن گردن زلا و زلا رو میندازن زندان. چه وضعیت اسفناک. لینک توی این ریفت غیب شده، ایمپاستر پادشاه و وزیر و فرمانده جنگیش هم درست شدن و تنها کسی که شاید بتونه راه حل نجات هایرول و امپراتوری باشه زلا میفته توی زندان. حالا تقریبا همه چیز از دست رفته و از اینجا و با توجه به این توضیح داستانی که این قسمت بخش انتهاییشه، اونم صحبت دوتا سربازه که میگن آجی تو باورت میشه پرنسس زلا همه چیز زیر سرش باشه؟ مرسی از دونیت، فکر کنم دلاری بوده. آره دلاری بوده. بخونم ببینم کی دونیت کرده. آریان عزیز، تا اینجای بازی بهش چند میدی و شیر بوس. مرسی از 5 یورو دونیت آریان. آریان مرسی واسه دونیت. دارم میگم اصلا باورت میشه، معلومه سربازا هم شک کردن به قضیه. با این بخش قسمت داستانی بعد از پرولوگ تموم میشه. ببینید بازی چه ریتم خوبی هم داره، یعنی به جاش قصه رو بهتون میگه، به جاش شما رو میندازه تو گیم پلی، پرولوگ هم که براتون انجام داده. حالا وارد بخش توتوریال بازی میشیم، یعنی بازی میگه خب از الان به بعد تو با یه بازی سر و کار داری که برخلاف 40 سال گذشته قهرمان اصلیش لینک نیست و پرنسس زلاست. یه نکته بسیار مهم تاکید میکنم، بسیار مهم، که هر منتقدی بهش گیر بده مشخصا به دلیل عدم سواد دیزاینیشه بحث شخصیت زلاست. فکر کن 40 سال شما شخصیتی رو تعریف میکنی به اسم پرنسس زلا که همیشه یه لینکی محافظش بوده. بذارین این تیکه تموم شه، این بخش دیزاینی رو توضیح میدم، خیلی مهمه. خب اینجا خیلی جالبه، یه نوری میاد میگه اسم من ترایه و چه جالب که تو منو میتونی ببینی. میگه من از اون قلعه دنبالت میکردم تا اینجا، همون نوری که ما رو کمک میکرد همین بود. اسم تو چیه؟ که اینجا زلا هم صحبت میکنه، میگه من زلا. میگه آها اوکی اسمت زلاست، حله.
میگه اینجا بمونی در خطری. این قصه خلاصه جان کلام که این میخواد کمک کنه زلا رو. من این دیالوگاری که وقتتون رو میگیره رد میکنم، هر جا مهم بود میذارم ببینید. بازی در واقع یه دویتراگونیست بسیار عجیب داره، دویتراگونیستی که پسیوه، یعنی دویتراگونیستی نیست که شما، یعنی خودش پسیوه، عمل کرداش پسیو نیست، یعنی شما مجبور نیستید تسک بدید بهش. تسکاش بخشی از قابلیت‌های شما میشن که تو بحث نراتیو دیزاین خیلی مهمه. یعنی تو بخش داستان پردازی من شنیدم بعضا میگن آه فلانی نقدش اینو گفته، سواد دیزاینی نداشته. بهتون میگم چرا. یه استفی درست میکنه و اینو تحویل پرنسس زلا میده که اسمش ترای راده و این اولین آیتمیه که تو بازی ما تحویل میگیریم. حالا قابلیت این ترای راد چیه؟ ببینید من قبلی که اینجا رو توضیح بدم این بحث خیلی مهمه. مثلا شما وقتی دارید داستان گاداوار رو مرور میکنید، توی گیم پلی باید حواستون باشه نراتیو دیزاین با قصه‌ای که بازی تعریف میکنه فرق داره. یه ویدیو مفصل گذاشتم بابت این قضیه تو یوتیوب، اگه علاقه دارید برید ببینید. اونایی که ندیدین نمیفهمید سری صحبت‌های منو، دلیلشونه که نمی محتوا رو دنبال نمی‌کنی. اما شما وقتی یه کریتوسی می‌خوای خلق کنی، باید تو گیم پلی بازیت این شخصیت قوی باشه. باید شخصیت سنگین از لحاظ وزنی، قدرت ضربات داشته باشه. شما باید شخصیت پردازید با گیم پلیت همخونی داشته باشه که درگیر دیزانمس یا ناهماهنگی گیم پلی و داستان پردازی نباشی. حالا فکر کنی یه چالش بزرگ این بازی بوده، این بوده 40 سال این فرانچایز فریاد میزده زلا به تنهایی هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ گونه قدرت مبارزاتی نداره. بعد من میبینم مثلا یکی اشاره به نقد یکی میکنه، اولا که بدون رسانه خارجی و ایرانی نداره، چیزی که آقا فهم دیزاینی پشتش قابل دفاع است. ببین کلا دارم میگم نظر اصلا ببین یه مغلطه اینه که من واسه فلان جا مینویسم به تخمم، کی واسه کجا مینویسه، حتی گیم اسپات یا نظرش معتبره بر اساس ادله هایی که میاره، فاقد اعتبار. نمیگم گیم اسپات بی اعتباره ها، بعضیا کلا حرفای آدمو بد میفهمن بد عوض میکنن. مثال بود، یعنی شما به عنوان یه منتقد باید دیزاین بفهمی، باید بتونی برای خوب یا بد بودن یا ایرادی که میگیری بتونی دلیل بیاری. آقا وقتی 40 سال یه شخصیت تعریف داستانیش اینه که به تنهایی قابلیت مبارزه ندارد، چالش نراتیو دیزاین برای ساخت این بازی اینه که آقا ما چجوری قهرمان داستان رو زلا بکنیم ولی به بستر اصلی داستانی فرانچایز لطمه نخوره. و واقعا هم در بازی همینه. اینکه کاراکتر زلا به تنهایی قابلیت مبارزه نداره ایراد نیست، حسن نراتیو دیزاین بازیه. یعنی آقا یا اینها نیومدن یه کاری بکنن که کلی گپ داستانی درست بشه. اونی که اینو نقد کرده، اینو نوشته، قطعا رو فرانچایز آشنایی نداشته. یکی از موارد بسیار مهمی که توی رسانه‌های بزرگ دنیا در نظر میگیرن و بهش اشاره میکنن اینه که خیلی توجه جدی و زیادی دارن به اینکه کسی اگه یه بازی رو نقد میکنه قبلا رو اون فرانچایز شناخت داشته باشه. ممکنه برای خیلی ها سوال بشه آقا پچرا یورو گیمر 80، آقا یورو گیمر به تیرز آف دی کینگدام 80 میده، یورو گیمر به لاست آف اس 2 هم 80 میده، یورو گیمر کل محتواشو میخونی نقدشو میبینی سراسر تعریفه. دوست داره آقا از نظرش هیچ چیز پرفکتی در عالم وجود نداره، وقتی ما 80 میدیم خب بازی خیلی خفن بوده. ولی همون یورو گیمر میاد مثلا به یه عنوانی مثل سوپر ماریو واندر 100 میده، دلیل داره، چون سوپر ماریو واندر حتی برای ساخت بازی یه انجین جدید ساختن، اصلا این بازی پیور جدیده از 0 تا 100ش. خب ما خیلی از عناصر فرانچایز زلا رو اینجا داریم، خیلی درگیر این چیزا نشید، ببینید کی چی میگه، دلیل براش چی میاره. پس این نکته رو یاد گرفتیم، اگر جایی نقدی خوندیم که برگشته گفته کاراکتر زلدا چون به تنهایی قابلیت مبارزه نداشت، بعد از این نقد ایراد داره. این آدم آقا نه فرانچایز رو میشناسه، نه دیزاننس هایی که در نراتیو دیزاین استفاده میشه رو میشناسه، نه یه بار اصلا رفته تو بحث نراتیو دیزاین بتونه بشینه مطالعه کنه بدونه چیه و هیچ شناختی هم نسبت به این پروسه نداشته. پس این خیلی خوبه. خب این اولین کار قشنگ و زیبای بازیه. چیکار کنیم؟ میان یه دویتراگونیست تعریف میکنن که این در واقع ترای اسمش، یه نوری که میبینید که این شخصیت پردازی داره، در طول داستان باش آشنا میشیم ما، اصلا میفهمیم یهو از ناکجابات نیومده و از همون ابتدای بازی هم در واقع دیدیمش. این میاد یه
استفی یا ترایرادی به پرنسس زلا میده، میگه آقا این مال تو و شما از این به بعد میتونی از این استفاده کنی. خب الان پرنسس زلا یه سری قابلیت های جدید خواهد داشت، هیچ لطمه ای هم به بدنه اصلی داستانی فرانچایز وارد نشد. ببینیم چیه و معجزه دیزاین بازی از همین لحظه شروع میشه. خب این بازی چی؟ المان هایی که تو بازی میبینید این نور دارن و ازشون کپی میگیره. اگه یه ذره درگیر یا برنامه نویسی باشید یا گیم دیزاین بفهمید، همین که این صحنه رو میبینید میگه چطور ممکنه، چطوری باید نینتندو سویچ همچین کاری رو انجام بده؟ احتمالا خیلی آیتم نداریم. خب حالا این چیکار میکنه؟ خیلی ساده است، شما یه جعبه ابزار دارید که فعلا ما چون یه آیتم داریم چیز خاصی نیست، شما میتونید اکوی المان ها رو بگیرید و در واقع آیتم ها رو در طول بازی کپی پیست کنید. حالا از نظر دیزاینی به این فکر کنید، اگه المان ها زیاد بشن رابط کاربری دسترسی به این همه اکو چجوریه؟ با 4 تا دکمه من چجوری کپی پیست کنم؟ جدای از اون من چطوری کاربری با اینا رو یاد بگیرم؟ یعنی عملا یو آی بازی، یوزر اینترفیس بازی اذیت کننده نمیشه؟ خیلی چالش سختیه. جدا از اون پردازشگر نینتندو سویچ چطوری میخواد این همه آیتم رو حفظ کنه؟ این همه آیتم رو قراره حفظ کنه و من هر لحظه بخوام قراره اجراش کنم؟ منطقی نیست. من نمیدونم اصلا امکان نداره. احتمالا تعداد آیتم ها کمه. این چیزی بود که همون لحظه من بهش اشاره کردم و حرف زدم. اینجا یه قابلیت دیگه هم ازش حرف میزنه، میگه که اگر که یه چیزی هم ساختی نخواستی، کافیه دکمه یه در واقع حالا به شما میشه آردو یا آرتی تو نگه داری، ول کنی، هرچی ساختی رو رها میکنی. پشت سر این موجود که ترای باشه، من میگم ترای دیگه، پشت سر این موجود نورانیه که ترای باشه، سه تا مثلث میبینید. میبینید وقتی من یه شکلی میسازم مثلث ها کم میشه، پس یعنی اوکی ما محدودیت داریم، سه تا دونه کپی نمیتونیم بیشتر بزنیم. آیا این محدودیت قابل ارتقاست؟ اگه قابل ارتقاست تا چه حدی افزایش پیدا میکنه و چقدر سخت میشه هرچی میره جلوتر پردازش تو بازی؟ بریم جلوتر ببینیم چه خبره. خب اینم بالا نمیره، یعنی باز من میتونم کپی بزنم. اوکی کپی زدم. هاپ، هر چالشی هم که رد میکنید این آهنگ مخصوص رو از زلای کلاسیک داشتیم توش بوده. خب میایم بیرون. بازی بعد از عبور از این در وارد متال گیر سالید میشه، یعنی در واقع از این بخش به بعد تمام لول دیزاینی که میبینید مدیون شخصیتی به نام از این تیکه ها، یعنی این لول بازی که حالا تا تموم شدنش بهتون میگم کجاست، مدیون وجود یه شخصیتی به اسم کوجیما در دنیای ویدیو گیمه، پدر ژانر مخفی کاری که در واقع باعث شده زلا این بخش بازیش به همین راحتی بیاد یه لول مخفی کاری خیلی جذاب درست کنه. خب علاقه‌مندان به کوجیما و متال گیر سالید خوش اومدید. اینجای بازی باید حواستون باشه، شما نمیتونید مبارزه کنید، اینا هم شما رو ببینن دوباره میندازنتون تو زندان و ممکنه پروسه رو مجبور بشید، ممکنه که 100% پروسه رو دوباره تکرار کنید. خب پس مخفی کاری آغاز میشه، من نمیتونم بپرم، سه تا المان دارم، سه طبقش میکنم، آیتمامو بر میدارم، برو بری. خب بچه یه المان جدید کپیش کنم، سری المان جدید رو کپی میکنیم. چجوری دسترسی میده؟ دیپد راست رو نگه میدارید. اینجا داره توضیح میده، میگه دیپد راست رو نگه داری، این که رابط کاربری تیرز آف ده کینگدامه که، یعنی همه قراره با یه دیپد راست. آره این بخش بازی رو از رابط کاربری تیرز آف ده کینگدام بازی برداشته، رابط کاربری کارا و بسیار عالی و بسیار خوبی هم بود، موقعی که میخواستیم سلاحای توی تیر کمو زدن مخصوصا قاطی کنیم استفاده میکردیم. علی خیلی خوش اومدی. خب چالش بعدیمون چیه؟ دو تا سربازن با هم میرن، اون بالا ممکنه بتونیم بریم، سه تا آیتم بیشتر نداریم. شدنی هست؟ میتونم اینا رو بلند کنم، یعنی میتونم طبقه جدید بسازم. خب اوکی ببینم طبقه جدید میشه ساخت. کوبیدمشون به هم، نگاه کنید، به جایی که بذارم کوبیدمشون به هم. المان پرت کردن هم داشتیم دیگه، سری شما رو تشخیص میدن میندازن زندان. یعنی تو این مخفی کاری باید دقت کنید، تک تک بخشایی که تو بازی وجود دارن ممکنه شما رو برگردونن تو پروسه اول. یعنی یه لول بازی همزمان لول مخفی کاری و روگلایکه.
ببین جونی از شما کم نمیشه ها، کم نمیشه ها، ولی ماهیت روگلایکی داره. فقط هم یه لول ساده است، یه لول کوچولوه، ولی یه ماهیت روگلایکی هم گرفته. ببین بازی چقدر راحت ژانرهای مختلفم رو میاد درگیر میکنه با شما. حالا یه نکته، دیپد راست رو میگیریم، ای قشنگ شد. یعنی بازی عملا اومده گفته که شما درست گیر میافتید، ولی این المان روگلایکی تمام آیتم ها رو از شما نمیگیره. یعنی میشن رو پراگرس نکردن باعث نمیشه که شما چیزی رو از دست بدید. خب اوک، بریم سراغ مخفی کاری. ما یه بحثی داریم به اسم پرت کردن. خب اینجا هم که این دوتا رو داریم، چه کاری میشه انجام داد؟ بیایید یه کار جدید بکنیم. بعد از اینکه این میره، اینو بذاریم اینجا. دقت کنید، مسیر رو بستیم، سرباز دوم اضافه میشه. اینا کماکان هنگ این مسیر حذف شدن، حواسشون پرته، ما رد میشیم به همین سادگی. یعنی بازی این قابلیت رو به شما میده که خیلی راحت حواس پرتی درست کنید. بازی میگه آها درگیر داستان شدی، بذار چیز کنم، داستان حواست پرت شده، رفتی تو گیم پلی، من یه ذره یادت بیارم چه خبر اوضاع رو. یعنی یه بخشای داستانی کوچولو هم مثلا شما رو یاد مثلا فرمانده جنگیه میندازه که آقا مثلا صحبتای اون چیه، کاراش چیه. حالا خیلی نمیخوایم بابت این قضیه حرف بزنیم، ولی اینکه همه دارن میفهمن که آقا این فرمانده جدید با قبل فرق داره و وای به این پاستر داره، خودش یه نکته جالبه. خب ما یه المان جدید داریم، سیوش کنیم. خب این المان جدید رو سیو کردیم. الان ما دیپد راستمون رو بگیریم، سه تا چیز داریم. حالا یه مشکلی که داریم چیه؟ مشکلی که داریم اینه، این نزاش بشکنم بذار. اول حواس اینو پرت میکنیم، بعد دوتاشونو میکشونیم اینجا. ببینید جفتشون میان اینجا ببینن چه خبره. حالا جفتشونو میکشونم اینجا، حواس جفتشون پرت شده و من به راحتی فرار میکنم، میام این پشت. اینجا یه سرباز بیشتر نداریم، یه دونه سربازه. من دیگه جعبه ندارم، چیکار کنم؟ با جعبه برم بالای طبقه ها یا وقتی پشتش به منه برم؟ میشه احتمالا از پشتش رفت. بله، و فرار میکنی. خب این بخش تموم میشه، میریم سراغ بخش داستانی بعدی. این پا میاد، حالا یه ذره قرار بخندی. این پا در شخصیت پردازی داستانی یک زن بسیار مسنه که چند صد سال زندگی کرده، یه عصا میبینی دستشه دیگه، و اینجا صحبت میکنه، قضیه رو تعریف میکنه و میگه که آقا اینا ایمپاسترن، خودشون نیستن. این هم میگه ای پشمامو این قصه ها. و یه نکته ای که جالبه، این ترای رادر رو میبینه ولی اون موجود کوچیکه رو نمیبینه، پس میفهمیم ترای هم همه نمیبیننش. این هم نکته مهمیه. اینجا مشخص میشه تو این دیالوگش، میگه کسی رو نمیبینم، فقط خودتی دیگه. اینجا تازه میفهمن ای این ترایو همه هم نمیبینن. این هم میره جلوش یه چرخ میزنه، میبینه آقا اصلا نمیبینه دیگه کلا. حالا اینجا رو ببینید پشماتون میریزه، یعنی پشماتون میریزه میخندین بیشتر. هم خیلی گوگل ناراحت میشه که ای منو نمیبینه این قصه ها. بقیه دیالوگا مهم نیست، چیز مهمی باشه بهتون میگم. در حین صحبتن که آقا چطوری فرار کنیم و چه گوهی بخوریم، که یه اتفاق جالب میفته. اینجا میگه که میشناسنت، برو لباس رو عوض کن، که اون شنلی که لینک گفته بود و بپوشه سرش، که اینجا این شنل رو میپوشه. میگه آره با این شنل حداقل شناسایی نمیشی، حتی درست ما تشخیصش میدیم. خب خب اینجا این لباس یه قابلیت جدید هم به
گیم پلی بازی اضافه میکنه. شما دکمه R1 RB حالا رو دست فقط صرفا آره بزنید، زلای چرخی هم دور خودش میزنه. در حین همین ماجرا یهو سر و کله سربازا پیاده پیدا میشه، میگم پیاده میشه. اینجا رو ببینید، اوه مثل اینکه 4 نفر اومدن. این پا میگه بسپارشون به من. بانو این پا رو ببینید و این پا میگه سلام مالتون چطوره گوگولا و بله واکاشی زومایی هم یعنی دستش هم رو کمرشه ها. و چجوری پرید کاراته زدی خودش یه سوال واقعا بسیار بزرگه و یه لاگی هم به همون میده که برای مپ بازیه. و اینجا میگید یا ابوالفضل مپ بازی اینه، پشمهایش چقدر گونده است. خب میگه برو دیگه، من حواسم به سربازا هست، تو فرار کن. ما فرار میکنیم، این پا رو تنها میذاریم. خب وارد بخش بعدی میشه. اولین چیز جدیدی که بازی بهمون میده، آقا مگه قرار نبود خیلی المان نباشه؟ الان با این وضعیت من بعید میدونم بشه خیلی راحت حل کرد مسئله ها رو. رسما خیلی زیاده این المان هایی که تو بازیه. چطوری میخواید مسیر رو او رد بشین و این قصه ها؟ یعنی چطوری بازی قراره پردازش کنه؟ بازی میگه فضولی نکن، بازی کن، من خودم میدونم چیکار کنم. اوکی ما این دوتا رو هم رد میکنیم و بازی یکی از جذابترین فیچراشو به بازی بهتون میده. تخت خواب، شما با این تخت خواب میتونید هرچی پازل حل کنید، کلی پازل حل کنید، باهاش جون بگیرید. اصلا یکی از کاربردی ترین آیتم های داخل بازی، المان های داخل بازی همین تخت خوابه و این چیز عجیب غریب باور نکردنیه. خب حالا دقت کنید، بالای هر کدوم از این شکل ها بچه ها یه دونه مثلث کشیده شده و پشت ترای یا همون موجود کوچولو هم دیدید سه تا مثلثه. من اینجا که رسیدم گفتم یعنی المانی داریم که چند تا مثلث داشته باشه و واقعا اینو داریم. در ادامه بازی اینو میفهمید، خیلی سریع هم میفهمید که داریم. یعنی شما باید همیشه به این فکر کنید که خب من تعداد دارم پس قطعا آپگریدم داره. یعنی همین جای بازی بود من رسیدم گفتم آجی آر پی جی بازی از همین الان شروع کرد. قرار ما المان هایی داشته باشیم که هر کدوم یه مصرف خاصی مثلث دارن و با یه سری کارا تو بازی که نمیدونم چی چیه قرار مثلثای پشت اون موجودم عوض بشه و ما باید حساب کتاب بکنیم. پس باید یه سری المان ها رو تو در حافظه داشته باشیم. خوبیش اینه که شما هر موقع وارد رابطه کاربری میشید بازی استارته. یعنی وسط جنگم وارد اینجا بشید شما راحت وقت دارید فکر کنید من چه المانی میخوام بردارم و این فوق العاده میکنه بازی رو. خب من الان میرم روی تخت خواب، تخت خواب اول، تخت خواب دوم، فینیتو، تخت خواب، تخت خواب. دقت کردی نیازی نیست همه المان قبلی هم جمع کنید. بازی شما رو مجبور نمیکنه که هی این عصا رو بگیری بالا همه رو جمع کنی. میگه اگه از حدت رد شی آیتم جدیدی میسازی من آیتم اولی تو حذف میکنم. این خیلی کاربردیه. تخت خیلی جذاب حتی تو واقعیت. آره واقعا آریانم، منی که اون سه روزی که اومدی گیمز کام میخوابیدم رو زمین بپرسی میگم آره. بچه ها تو بازی اونایی که زلا بازی کردید میدونید علف کاری پاک کردن زلای کلاسیک ها از الینک تو دپه هست ما اینو داشتیم. گاهی وقتا زیرش آیتمی چیزی میده که حالا نداد. خب و اینجا میخواییم بریم بالا نمیتونیم، یه تخت میذاریم. این تخت همه چی رو حل میکنه ایزی. خب این یکی از مهمترین چالش های دیزاینی بازی. یه مشکل خیلی بزرگی اینا تو پروسه ساخت داشتن. چی بوده؟ ما یه سری المان داریم تو محیط بازی قراره کپی پیست کنیم و مشکل اصلیمون چیه؟ مشکل اصلیمون اینه که با یه دوربین تاپ داون سر و کار داریم. دوربینم قابل چرخش نیست. یعنی خیلی از چیزها رو ما باید از این زاویه تشخیص بدیم. طراحی لول های کاملا ساید اسکرولی یا دو بودی توی این بازی که خیلی بیشتر از لینکس اویکنینگ و محدود به لول های محدودی نمیشه و معمولا توی دانجن ها باهاش سر، یعنی همیشه توی دانجن ها باهاش سر و کار دارید، کمک میکنه از لحاظ ابعادی گیمر با سایز آیتما آشنا بشه، همینطور عمل کردشون. یعنی بدونی که بیاد بگه ببین این دو خونه استا، این یه خونه استا، بخوای از این بپری با توجه به اینکه میزان جامپ تو
یک بلاک نیست، نیم بلاک، رو اون نمیپری، رو این میپری، اینا همه رو توی این قسمت بدونی که بفهمی تو ذهنت فرو میکنه. و این لول های ساید اسکرولی انقدر تو بازی زیادن که شما بدونی که متوجه بشی و بدونی که بازی بیاد یه متن بذاره برای 2 ساعت توضیح بده، لاگ علکی اضافه کنه، توتوریال رو معطل کنه، در جریان گیم پلی به شما میفهمونه. چقدر خلاقانه. ما المان نفس هم تو بازی داریم که چیز جدیدی نیست، قبلا هم داشتیم. و خب روپی که در واقع این روپیا واحدهای پول تمام زلهان و اهمیت داره و خیلی هم بالانس ها، یعنی میزان روپیا و ماموریت هایی که میری تو باحاله. این تختا، تختای بغل چا، آیا من برای توی گیم جوک هستم؟ تخت بغل چا، ببینید ما نیم بلاک رو میپریم، جامپ اونو ببینید، ولی یه بلاک رو نمیپریم. نمیگم تخت حلال مشکلاته، من تخت رو گرفتم دستم و یا علی. خب ایشون هم یکی از المانای خیلی مهمه. ممکنه بگید هاشم یعنی بعضی از المانا تو بازی اصلا استفاده نمیشه؟ چرا، همش قابل استفاده است، ولی این یکی از المانایه که توی بازی خیلی 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 زیاد جاهای مختلف استفاده میشه و باز تخت خوابی که به داد ما میرسه. خب الان ما میخوایم بریم پایین، مشکل داریم، یه جسم سنگین میخوایم، فیزیک محض، جسم سنگین رو میذاریم، راه باز میشه. سایز آیتما رو میبینید چقدر خوب میفهمی توش. خب اومدیم بیرون، کجاییم؟ دوغزاباد سفلا. اوه اوه، باز این ریفته داره نفوذ میکنه، داره همه رو میبلعه. خب بودو، بودو که ریف داره با سرعت تمام در کونمون میاد. تنها راه ما پریدن تو آبه، تو این آب هیچ کاری از دستمون بر نمیاد. بازی از همینجا میگه توتوریالت هم رفتی، پرولوگت هم دیدی، قصت هم دیدی، حالا قراره وسط یه دنیای پت پهن ولت کنم، تو میدونی و این دنیا، هر کاری دوست داری بکن. از اینجا به بعد بازی هر کی هر مدلی دوست داره باید بازی کنه، میل خودشه. خب بله، ما اینجای بازی شروع میکنیم، وارد دنیای بازی میشیم، حالا وقت چرخید. از اینجای بازی شما با سبک گیم پلی من آشنا میشید که قبلا دیدید تو بازی اوپن ورلد چطوری بازی میکنم، اما به موارد دیزاینی هم به جا و به وقتش اشاره میکنم. خب یه آیتم جدید داریم، سنگ عباس آباد، سنگ رو برمیداریم. حالا سنگ به چه در میخوره؟ تو کله انمی پنمی اینا میشه زد، مثلا میشه کوبید لتو پار کرد. سنگم رو برمیداریم، حالا این سنگ دستمون باشه، تنها وسیله مبارزاتی ما البته فقط این نیست، ولی سنگم خوبه همینجوری دستمون باشه فعلا. بله گیم به تعداد هر آدم، علی آقای امدایری، روی این کره زمین یه گیم پلی مخصوص به خودش وجود داره، حتی بازی تو با دفعه بعدت هم فرق میکنه، حتی رد کردن پازلا و چالش ها و باس فایت ها هم مدل های مختلفی دارن که کی چطوری بازیش میکنه. خب اینجا یکی از دشمنای رایج داخل بازی رو ما میبینیم. خب ما هم میتونیم اینا رو برداریم، هم میتونیم سنگ ظاهر کنیم، سنگ رو برداریم بکوبیم تو سرش، انمی مرد، انمی رو کپی کنیم، یا ابوالفضل بازی وحشی میشه حالا در این صحنه. و خیلی جالبه، میگه آقا شما میخوای فایت بدی میتونی از اینا استفاده کنی، یعنی من میتونم 3 تا دونه از اینا داشته باشم، پشما. خب فایت بدیم، این اونو زد، وانشاته، خلاص. آیا به ما ضربه میزنن؟ نه. چه باحال، پا انمی جدید هم داریم. 1 2 3 بزنید، بزنید هم دیگر رو. تو چی میگی؟ تو ببین خود زلام چک چک خط و پرت پرت میکنه،
ورود میکنه به صحنه. خب اینجا یه جعبه داریم، سریع بریم جعبه رو وازش کنیم، بازش استفاده کنیم. آقا یه میز نصفه میخوایم. اینجا نمیشه اینو رفت، چیکار کنیم؟ ببینیم تخت میشه سه تا بذاریم، یک نه نزدیک، یک دو سه. حالا من اگه اینو بذارم این قدش میرسه؟ نمیرسه. قد اینم نمیرسه. چطوری بریم بالای این؟ الان شده داستان. حالا بالای این میریم، بذار اینا رو برداریم، سنگ میخوایم. کپی اینا هم بزنیم، پولم طبیعتا جمع کنیم. پولا قراره به کارمون بیاد، پولا رو جمع کنیم. اینجا دیگه کلن بحث محاسباته که من الان اون جعبه رو میخوام، یه دونه نیم چیز میخوام، یه دونه نیم اینجا میخوام بره بالا اینجا، ولی با یه نیم نمیره. خب یعنی من مجبورم که برای رفتن بالای این عملا یه دونه دیگه از اینا بذارم، حالا دیگه بالای این نمیره. پس من باید یه آیتمی بذارم که اینو بتونم برم بالا بعد اونو حذف کنم. یعنی چی؟ یعنی بیام اینو بردارم. خب حالا اون پایینی حذف میشه دیگه، شکل بعدی که ما بذاریم حذف میشه. اینو بذارم اینجا و مسئله حل شد. میبینید بازی مغزتون رو قراره درگیر کنه. ممکنه یکی اینجا رو بیخیال شه بگه من که نتونستم ردش کنم، ممکنه یکی بره جعبه رو برداره. اینکه کی چه انتخابی میکنه اینجا بستگی به محاسباتش داره، کاملا به اون قضیه مرتبط. خب بریم زیر آب این پولو برداریم. پولای آبی از اونجایی که 5 تا میدن خوبه، سبزا یک دونه ای ان خیلی فایده نداره، قرمزا 20 تایی ان دیگه تو آب اینجا چیزی نیست. چرا پول هست؟ اول بازی ما چون خیلی گدا گشنه ایم به هیچی رحم نمی کنیم. پول ببینیم تو بازی میریم روش. حالا جالبتر میشه، به مرور هی جالبتر میشه. صبر کنید. خب این طرف دیگه کاری نداریم، داریم رد. ای بچه ها یه دونه از این قلبا توی بازی های زلا مخصوصا بازی های کلاسیک شما قطعا این مسئله رو میدونید که شما برای اینکه یه قلب کامل بگیرید باید یه نیم قلب بگیرید و بعد از اون 4 تا نیم قلب بگیرید. ببینید این هنوز نمیشه، چرا؟ چون من لیدم. خب حالا یه کار دیگه میتونم بکنم، اینو بذارم اینجا، یه تخت استفاده کنم که الکی نسوزونم. با این ورم نمیتونم بکنم، اون طرفش چه خبره؟ اگه من بیام این بالا از این ور برم چی؟ اینجا من اگه یه دونه تخت بذارم برم بالاش میپرم برمیدارم، ایزی. 4 تا از اینا بردارید یه قلب کامل میگیرید. یه دونش رو برداشتیم و خیال خودمون رو راحت کردیم. این پایین هم پول رو برمیداریم، اون 5 تا پول هم حیفه، اونم رو برمیداریم. یه ضربه هم خوردیم، فدای سرم، یه نصف جونمون رفت. خب استفاده از تخت خواب، همینجا رو تخت خواب دراز میکشیم و فیچر جدید بازی، جونمون پر شد. شما مجبور نیستید حتما جون بخرید بخورید، میتونید رو تخت خواب بخوابید و جونتون پر میشه، ایزی. ماهی نمیگیره، بشین بازی رو ببین استان، قصه نکن. اوه 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 با چی فایت بدیم؟ خار. چرا؟ چون اینا نشونه میگیرن. دیدیم؟ خودمونم به این بخوریم دمیج نمیخوریم. در واقع خفاشا چون موقعیت شما رو نشونه میگیرن میان روش، به همین سادگی عوض میکنیم. اینم خفاش یکیه، سه تا خفاش
برای فایت جذابه. سه تا پرنده وحشی خواهیم داشت. خب آقا یه مشکلی داریم، این پایین یه قلبه، چیکار کنیم؟ فیزیک میگه که شما اگر که جسم سنگینی را از ارتفاع زیاد به پایین پرتاب کنید، آن جسم به جسم دیگری لطمه وارد خواهد کرد، به شرط اینکه این سنگ باشد و آن چوب. کلشو میشکنیم، فال دمیج هم بازی نداره. قلب دوم ایزی. حالا هی بازی قراره گنده تر شه، یه جایی قراره بگید که وا مصیبت ها چه خبر. ای وای زدش. خب چی میخواستم بگم؟ یادم رفت، یه چیزی میخواستم بگم فراموش کردم. هاشم یه سوال، اگر ما رو نمیزنی گفتی گاتی متریال داره زیاد، همه اول کار تو نبودی یه گاتی متریال بازی رو گفتم. گاتی متریال یه دونه نداره، خیلی داره. علیم داری اگه که خونه تو جمع کنی بشینی استریمان رو درست ببینی، گاتی متریال هم میبینی. متاسفانه و در کمال تأسف و تأثر، کونه گشاد مایه نشاد. نصفه میای استریمو، تیکه اولش نمیای. و اما اول راجب کلی چیزاش حرف زدم، حالا به مرورم میگیم. بازم فکر کن مثلا این حجم از گیم پلی رو تو بحث کپی پیس ببینی، یعنی تو بازی یه عالم انمی و المان تو بازی هن. از همه کپی پیس میکنی، در لحظه میریزی، بعد علی ام دایری میپرسه آیا گاتی متریال داره؟ میشه یه بازی به من بگه همچین المانی توش باشه؟ از همین الان بگو، الان لطفا اسم ببر یه بازی که از المانهای محیطی و ماب های بازی شما کپی پیس میزنی، هر لحظه بخوایم ظاهرشون میکنی قابلیت آپگرید دارن، مثل گاد آف واره بین 25 ساعت تا 60 ساعت. این میگن چی؟ سوال خام. خب داریم تیکه تیکه مپ هم باز میکنیم، ماموریتمون هم اینه که بریم اینجا به اولین ویلیج بازی هم رسیدیم، دهکده بازی، درست مثل برس آف ده وایلد و تیرز آف ده کینگدام به اولی رسیدیم. گفتم رابط کاربری بازی کاملا ایده برداشتنش از تیرز آف ده کینگدام و برس آف ده وایلد بوده. حتی ببینید پروسه سیف کردن، لود کردن، حتی مپ و ماموریت های داخل بازی کاملا شما رو یاد اونجا میندازه. خب بریم اینجا ببینیم چه خبره توی خونه. بچه ها این گوشت رو میشه اکوشو گرفت، چیکار میکنه این گوشت؟ بازی کماندوز رو بازی کردید؟ بازی گاهی وقتا RTS میشه، یعنی ریل تایم تکتیک میشه. شما میتونید انمی ها رو به وسیله این گوشت حواسشون رو پرت کنید و مثلا تومه جنگی براشون بذارید. یه سری انمی ها نسبت به این گوشت ها حساس. چرا گوشم درد گرفته؟ صداشو کم کنم. تمام اتاقا رو هم بریم. این تو یه المان جدید داری، بیا بالا. اول بازی بچرخین کپی پیس آیتما رو برداریم. این پشت خبری نبود؟ نه آره، یه ذره پول بود که دو در کردیم. این چاه چه خبره توش؟ همه شهرها یه دونه چاه هم دارن ها، در جریان باشید. تخت خواب و صندلی و یه آیتم جدید. او چی میگن؟ حالا این نکتار میشه همون شهد درخت ها. یه سوال، شهد درخت، مگه ما آشپزی داریم مثل برس آف ده وایلد و اینا تو بازی؟ ای بچه ها یه المان جدید جامپ بیشتری بهتون میده. اوکی اینم رو برداشتیم. فروشگاه بازی آشا، به نظرت عمده دلیل اینکه بازی نتونست خیلی از منتقدا رو قانع کنه که نمره کامل بدن چی بود؟ علارغم اینکه خیلی بازی خوبیه، در طول این از اون سوالایی که در طول روند بازی باید به جاش برسیم توضیح بدم.
اینو که 100 میخریم. گلم هم یک قلبا رحمه میکنم. این هم رو میخریم 30 تا یه جون داشته باشیم. این از اون سوال هاست که در طول روند با برسم به جایی که تو نقدم هم ایراد گرفتم بعد مثلا بگم جاهایی که آزار دهنده است کجاست، دلیلش چیه. الان زوده. خب این خونه هم نرفتیم بریم توش، این هم خبری نیست. بیا بیرون. با همه NPC ها میتونید حرف بزنید. ببین ما بریم بالا یه میشنی اکتیو میشه که اگه دقت کنید اینجا تو خود بازی هم هست. خب من الان اونور نمیرم بچه، ببینید ساین هم میشه کپی کرد. من میشن اصلی و الان نمیرم. چرا؟ به خودم مربوطه، چون دوست ندارم برم، چون واسه هر کسی فرق میکنه. و فاستراویل که کلن فرانچایز زلدا به طور جدی برای عناوین جهان باز تعریفش کرده سالها پیش با اسم وارپ، اینجا توی بازی هم میبینید اینقدر وارپاش به جا و درست و به اندازه است که حد نداره. اینجا هم شما با وارپاش نمیشید، برای فاستراویل ازش استفاده میکنید. دقیقا هم نزدیک ماموریت اصلیمونه. نیازی هم نیست از یه وارپ به وارپ دیگه برید، هر لحظه از بازی هر کجایی که باشید میتونید تو وارپایی که دارید جابجا بشید. میرینم تو باغچه که سکه پکه در بیاد. خب مودریتورا پروسه تایم استریم و اینا رو که تجربه این که 1 ساعت و 24 دقیقه مونده توضیح بدن به بچه‌ای که تو چتن اگه کسی پرسید و اینا. خب ببین خیلی جالبه اینجا رات میگه حاجی تو باید بری اینجا، این طرف الان نمیتونی بری و مرحله اونجاست و از این قصه ها. خب دقت کردین؟ ولی من نمیخوام برم. دوستان عزیز همکنون خفاش. خب اون ور چه خبره؟ خدافز. گنج، گنج سیب. جاله پایین سولاخ داشت؟ نه توهم بنده بود. پولو بده بیاد بالا جعبه. حالا جعبه پول قرمز، پول بیستا، ولی انتخاب اسم فیچر کاملا هوشمندانه بوده. ویزدم آف اکوز رو میگی؟ حالا ما چیز جالب بهتون بگم، این فکت دیزاینیه ها، بدونید. خیلی ممکنه بگن آقا این بازی چجوری ساخته شده. توی نسخه من از عمد اومدم اینجا، تو نسخه قبلی بازی لینکس اویکنینگ، یکی یاد دیدید دیگه تو همه بازی ها من آمیبو رو بهتون نشون دادم. من آمیبوی بازی قبلی اینا یعنی لینکس اویکنینگ رو میذارم روی دستم. ببینید میذارم روی دستم. مرسی از دونیت دارک من واسه 50000 تومان دونیت. دیدین مثلا شیر به من داد. خب الان دیدید شیر به من داد. این کلا آیتم های مختلف میده. تو بازی لینکس اویکنینگ این آمیبو و کلن یه NPC داخل بازی به شما اجازه میداد شما دانجن بسازید. بازی تو یه سال یه سال و نیم اول ساختش اصلا پروژه این نبوده. قرار بوده یه بازی باشه مثل ماریو میکر، پلیر بیا دانجن بسازه و دانجن ها رو با هم به اشتراک بذارن ملت بشینن بازی کنن. و بعد از اون یه سال یه سال و نیم بازی تبدیل شده به این ایده که آقا چه کاریه حالا که قراره همه چیز رو کپی پیس کنیم بیایم کلن بذاریمش تو بدنه اصلی بازی. و این خیلی باحاله که بازی از کجا به کجا رسیده. خب اینجا مارا یه ذره پوفیوزن و به سمت شما شیرجه میزنن. بنابراین مارها رو به همین سادگی میگیرید.
که دیگه به سمت شما شیرجه نزنن. ببین تا الان هر چی داریم قیمتش یکیه. داداش بیا منو ببین. میتونید تو صورت جایی که انمی هم وایساده بزنید. مرسی دونیت محشید واسه 200,000 تومان. محشید عزیز 200,000 تومان دونیت کرد، دستش درد نکنه. خب عزیز سرباز خوبا، ببین خیلی باحاله. پس من اگه بتونم سرباز خوبا رو تو تله بندازم بزنم کار در اومده. چیکار میکنیم؟ مثلا میایم گوشت رو برمیداریم، برمیداریم پرت میکنیم اونجا. خب دیگه دیره دل اسیره داره میره که بمیره. پوفیوز رو نگاه کن، ببین این قشنگ خرجونه ها. پشتش و جلوش از اینا کاشتم مرد، اومد بره دنده عقب، چون دنده عقب میرفت. جلوش هم گذاشتم ایزی. الان یه سرباز سرحال داریم، دو مثلثیه. درسته سگ جونه ولی دو مثلثیه. ای از اینا، از این پری دریاییه که جونو پر میکنه، که اگه بطری داشته باشیم به عنوان یه جون کامل از اول میشه ازش استفاده کرد. خب اینجا که یه خونه است، یه خونه پیدا کردیم بغل ریفت. خب ما برای اینکه اینو حل کنیم باید یه مسیری رو بریم. داریم کجا میریم؟ مثلا بیخیالیم این بعد داریم میریم بالا. یه مأموریت اصلی جدیدی هم برامون درست شده. خب حالا بخواستم اینو بهتون بگم، بذاری برگردم تو فست راول قبلی، ممکنه بیراشم چرا اینجا رو برگشتیم میفهمید. من به طور کاملا اتفاقی تو مسیر بازی همونطوری که دیدید رفتم. اینجا هم یه ایونت بود تو بازی دیگه. در واقع محل این و این توی میشنتون هم که میایید یکیه. در واقع شما اگر حتی در جریان جابجایی توی بازیتون یه ایونتی رو میس بدید یا تعمدی رد کنید، برید سراغ بخش بعدی، برای بازی مهم نیست، بازی شما رو آپدیت میکنه. یعنی میشن قبلی فقط بحث لاگ داستانیش داره براتون که میمونه. بریم توی این سولاخ. بسم الله الرحمن الرحیم. انمی قوی بزن دیگه، نیزه رو احسن بزن، بعدی رم بزن. آهان یه انمی جدید داری، آتیش به دست بکوب. دو تا تیر میخواد، یه دونه دیگه. ماشالله بچه ها، اینجا رو هم میتونید تغییر بدید. مثلا من همیشه رو لست یوز بازی میکنم، یعنی آخرین المان هایی که استفاده میکنم در واقع هست. شما میتونید عملا تغییر بدید، موست یوز میتونید بذارید کدوم المان ها رو بیشتر استفاده میکنید، لست لرن رو میتونید بذارید آخرین چیزایی که یاد گرفتید، برسه قیمتشون کدومشون دوتایی هن کدومشون یکی هن، یا مدل و نوعشون، که من همیشه رو لست یوزم. اینم کاملا شخصیه، یعنی خودتون میتونید انتخاب کنید که کدوم باشه. بزن بکش بکش، کار و زندگی داری. بعدی هم بکش، اون یکی هم بکشه، من پولم رو در بیارم. بودو بودو، کار و زندگی داری، اونم رو بکش. بودو خب
برای باز کردن این یه چالش خیلی ساده است، باید اینم آتیش بگیره. با آیتم جدیدمون آتیش رو روشن میکنیم، دو تا مشعل روشن میشه، در باز میشه. یه پازل خیلی ساده. میریم تو و جایزمون رو میگیریم. دانجن به پایان رسید. یه چیزی، ما همین الان یه جایی نرفتیم پری دریایی داشت. این بطری ها تو لینک سویکنین اگه پری مری میدیدیم میتونستیم خیلی سریع بریم سراغش. بریم ببینیم تو استخر پری هست یا نه. اگه نبود چی کار کنیم؟ چه خاکی به سر بریزیم تو این وضعیت ان. خب اومدیم بیرون. محیط های جدید که لود میشن، انمی ها هم لود میشن. خیلی چیزا مجدد لود میشن، ولی ببینید انمی مارا هم نیستن. پس 100% این ویلیجه که اینور رفته بودیم اینم کار نمیکنه. خب اینجا که نیست، میبینید اینه نیست، ولی تو راه یه دانجن دیگه دیدیم. بریم تو اون دانجن، شاید کاسب شیم. 4 تا انمی جدیدی، المان جدیدی. این به کجا میره؟ این بالا. ایول، باید یه جوری به این برسیم. این سخته، الان نمیشه. آروم میریم. یه انمی شتر مرغ هم داریم. به به، جاده صاف کن گرفتیم. لودر، یه لودر گرفتیم. کجا به کار میاد؟ او یه المان جدید. اینا خوراکیه، چیکار میکنیم؟ جونم که یکم زیاد میکنه. اون بالا هم یه عباس داریم، یه دونه رو اینجا ول میدیم. ضربات دیدنی دو بازیکن رو میبینید، شاخ به شاخ. و هاشمی که میدونید که به عنوان یزدی از هیچ پولی نمیگذره. و این قلبم رو اینجا میگیریم. بله، تعداد قلبامون شد 4 تا. ما 4 تا تیک قلبمون رو گرفتیم، جونمون رو زیاد کردیم. هدف جون زیاد کردن هدف بسیار مهم و پسندیده یه در طول بازی. آها، من چرا اینوری اومدم؟ از همون برم میشه بازی رو رفت. احسنت بچه رشته کوهنوردی و صخره نوردی، دقت کنید که با استاد بلا منازه کوهنوردی طرفی. الان اگه تو این بنفشا بری چی میشه؟ در جا میمیری؟ بنفشا یا به عنوان دیوار محیطی استفاده شده، یعنی اصلا نمیتونی واردش بشی، به عنوان سد محیطی. اوه اوه اوه، انمی ها ظاهر شدن، پس این فرشته کوچولو هم برگشت فکر کنم، نه؟ یا بعضا به عنوان جایی که توش مثل دره پرت میشی و میمیری. آه قبول نیست، ماره برگشت این بر نگرش، ایرادی نداره. خب ما کجای مپی؟ ما آقا مستقیم تا خشتک مپ میخواییم بریم راست. چرا؟ چون مدل بازی منه. مدل بازی شما میتونه یه چیز دیگه باشه. به این انمی حواسش نیست، میتونی در کونش همچی خرت و پرت بذارید بمیره. اینجا کجاست من دارم میام؟ نه، اینجا کجاست دارم من میام؟ آها، اومدم پایین رو صاف کنم. خب برم این بالا، درخت ها رو مخمن، دوست ندارم این درخت ها رو. چیکار کنیم؟ درخت ها برام حوصله سر برن. ای پشمام، اومدیم رو درخت ها. یعنی چی؟ آخه این یعنی چی؟ مگه رو درخت ها یه بازی هم میشه رفت؟ مسخره بازی چیه؟ آقا بعد این بازی گاتی متریال نداره. بازی میگه آقا لینک سویکنینگ رو بلش کن، هر جا میخوای برو، فقط بچین ببین چطوری میخوای بپیچین. لا ماره حواسش نیست، تو کنه ماره. بیا ضربه زیبای این بازی کن و میمیره.
خیلی از این بابت خوبه. گور بابای اونوری که میری. اصلا ما این بالا نبودیم، میبینی؟ کجای بازی دوست داری بری؟ بازی میگه کجا میخوای بری؟ بعد من همش دارم میگم حاجی خیلی آیتمه، پردازشگر بازی نمیرینه؟ آخه خیلی باید حافظه ی بازی خوب کار کنه، دستگاه دستگاه ضعیفیه برای این همه پردازش. روپی بنفش و روپی خاکستری عشق منن. اون 50 خاکستری هم 100 تاست. اینا رو گرفتید عشق کنید. عشق این پشت خبره. این بالا رو لیسیدیم، هیچی نیست، بریم پایین دیگه. این بالا رو رد کرده. آقا رو اون درختات میشه رفت؟ الان میشه رفت؟ نه، ولی بعدا میتونید برید. یعنی بازی انقدر به شما دسترسی میده که به راحتی میتونید برید. نگید آقا پس بازی محدوده، نه، بازی آپگرید داره بر اساس آپگریداش به شما اجازه یه. نه بازی محدود، از الان میشه رفت. یا خدا، من فکر کردم جلوتر میشه. بله بازی داره میگه بپر بیا. خب مثلا این انمی که اونوره ممکنه شما رو اذیت کنه، بنابراین باید سورپرایزش کنید از پشت. چون یه دونه داریم اینم رو میذاریم. گریه نکن، گریه نکن. خب بچه ها اینجایی که داریم میریم خیلی مهمه. ببینید این جایی که میخوام برم یکی از مهمترین انمی های داخل بازی رو شما قاچ میکنید. خیلی اصلا شدید اهمیت داره، اگه اشتباه نکنم البته. ببین آهنگ بازی هم داره میگه حاجی جای درست درمونی نیومدی یا اینجا قراره اذیت بشی، حواستو جمع کن. ولی ایرادی نداره. خب چه انمی از پسش برمیاد؟ وای داره میاد سمت من، راشو ببن. اوه حواسم نبود. صد راه کن. نه نه نه، این ور بذار، اینو بردار، این دیگه نمیتونه از این رد شه. حالا برو فایت بده، بزن. یکی. آخ که چقدر این خوبه، اینو بکشید، این عالیه. ببین ایزی راهشو بستم و گرفتمش. و چقدر با این قراره عشق و صفا کنی، باس بکشیم اصلا. سه تا هم میخواد، ببینید شوخی نداره، میگه منو میخوای باید سه تا بدی. یا بابا بیا داداش. و دقت کنید این دانجن تموم شد بچه ها، میبینید کو جایزش؟ پچستش کو؟ بازی داره میگه اسکل بفهم جایزش همینیه که گرفتی. تو بتونی از پس چالش این بر بیای، درسته انمی قویه ولی انقدر به برتری میده تو بازی که تو کلن یه لیول چرا رفتم پایینه، یه لیول دیگه قراره بازی کنی. خب اوکی بچه ها، فست لیول بعدی. یه فست راول جدید گرفتیم. خب و جالبه دقیقا این آیتم پشت این باس فایته. اینجا یه اتفاق جالب میفته، انگار یه دریچه ورودی دارن این ریفتا، باهاشون آشنا میشیم. ممکنه شما یه جای دیگه با این دریچه های ورودی آشنا شدیم، من اینجا آوردمتون. و درست قبل این باس فایت یه دانجنیه که به شما یه انمی میده.
خب این نوره یه ارتباطی با این پدیده عجیب و غریب باید داشته باشه که میتونه دروازه براش باز کنه و اینجا شخصیت پردازی ترای هم تو بازی خیلی جدی و مهم میشه. ولی بر حسب کنجکاوی وارد این ریفت میشیم، در واقع این دنیایی که تو عناوین دیگه زلام زیاد دیدیم، یه دنیای بلعیده شده ببینید که انگار فرو رفتن اون وسط. رابطه یه ترای با این دنیا چیه که میتونه دروازه بذاره و درست بعد از پدیدار شدن این پدیده توی قلعه‌ای که داشتیم با لینک میجنگیدیم، این نورم سر و کلش از اونجا پیدا شد. این مهمه در بدنه داستانی. محمد آقا خیلی خوش اومدی. خب ببینید همین الان شما با این چیزها قراره آشنا بشید. اگر اینا رو نزنید مثل اینجا میان سراغتون و شما انمی دارید که از پس هر چالشی قراره بر بیاد، حتی رو هوا پرواز میکنه، حتی از لبه ها نمیفته. میبینید این قشنگه. و یه چیز جالب ما داریم اینجا، افتادم، یه چیز جالب بازی ببینید چیپدس هم نداره. حالا مثلا تو پلتفرمینگ بازی ها به خاطر پرسپکتیو ممکنه بیفتی، نمیاد تو رو برگردونه عقب. مثلا توی اراز تیلا وستوری هم ما این مشکل داشتیم تو خیلی از بازی ها. این کیه؟ همین وزیره نیست؟ شبیه وزیر است دیگه. چرا قیافش این شکلیه؟ بذار بریم جلوتر ببینیم چه خبره. بکشش با در کونه من نیا، من دارم آیتم جمع میکنم. آها شوکه شد روش، رفت که بره بزنه. کشتینش؟ ایرادی نداره، بیاید منو ببین. بابا من پرینسس زلا، من تعارف ندارم با کسی. تو آره ببین با من این شوخی ها رو نکنید، من ابزارهای دیگه ای دارم که میتره کنم اتون. خب اوکی، یا خدا اینا رو چیکار کنیم؟ یه سری از لیول ها توی زلدا مثل خیلی از دانجن هایی که توی میترویت وینیا دارید دراتون کامل بسته است، یه سری انمی اونجا ظاهر میشن، شما اون چالش رو پشت سر بذارید معمولا یه جایزه خوب بهتون میده. بتره کن برو برو ماشالله. چرخ و فلک عباسیان همه رو جا میذاره این بازی کن، ولی نفس داره دیگه تا یه تایمی میچرخه، باید کمکش هم بکنی. اوه جایزش این بود که درب خروج برای ما باز شد. خیلی ممنون. گاهی وقتا هول دادن این آیتم هم کمکتون میکنه. یه هول رام اه انگور پایین بود بر نداشتیم. جایی چیزی هم آیتمی چیزی هم دیدید استفاده کنه. اوه باز از اینا. اوضاع خطریه. این انمی نیازمند اینه، هم نوع خودش. برو بابا برو اسکو. خب ما یه دوراهی داریم تو مپمون، ببینیم یه مسیر راست داریم یه مسیر چپ. مسیر راست صرفا یه سکه گذاشته، میریم برش میداریم. ریدم تو این وضعیت. چون پنج تا پول بود منم آدم گشنه ایم برش داشتم. بازم ببینید داریم وزیر رو میبینیم. میبینید
اصلا آقا بکسیت نمیخواد، کی داره تو چت بکسیت میده؟ بچه ها بازی رو تموم کردم دوستان عزیز، بازی رو تموم کردم، لیسیدم، بکسیت نمیخواد بدید. اینم که هر کسی یه مدلی بازی میکنه، اون تجربه شخصی است که گفتم بی نهایت راه حل وجود داره. دلورد 54321 تومن دونیت کرد. دلورد مرسی واسه دونیتت، ممنونم. کسی نگه مثلا اینجوری برو اگه بازی، من تموم کردم بازی رو. اینجا یه سورپرایز باحال داریم. یکی از ایرادات بسیار بزرگی که فنهای زلا به دو نسخه The Legend of Zelda Breath of the Wild، در واقع به Breath of the Wild وارد میکردن و بعد توی Tears of the Kingdom توی یکی از میشن اصلی ها اومدن ادای دین کردن، این چیزی که رو صفحه میبینید. فنهای زلا عاشق دانجن بازی هن. دانجن هایی که چند طبقه است، طبقه های مختلف، سمت چپ مپ که ما توی بخش صحرایی تیرز آف ده کینگدام دقیقا بازگشت دانجن های کلاسیک زلا رو داشتیم. این اولین دانجن جدی بازیه، تو مرحله اصلی هم باش مواجه میشید. اولیش نیست، گفتم بازی بی نهایت مسیر هم واسه عبور و این قصه ها داره، ولی به مرور دانجن ها بزرگتر هم میشن. خب اینجا یه فیچر جدید بازی به شما میده. شما میای و میبینید بسته است، این سنگ رو چک میکنید چون کلید پشتشه. بازی تا الان فقط قابلیت اکو رو داده بود به شما، درسته؟ حالا بازی الان براتون بزرگتر میشه. بازی قابلیت جدید داد، اجسامو بگیر و اجسام بر اساس چپ رفتن، پریدن، نپریدن. یعنی من الان انمی ها رو میتونم بگیرم پرت کنم تو چاله، اصلا فایت ندم با انمیه. یا یه سلاح سر خود دارم، ببین یه سلاح سر خود دارم، چی؟ اینو میندازم پشتش ده اولو که رفتیم، کله رو بگی برو جلو. یا ترسناکتر از اون، اینو میندازم به جایی که 2 ساعت را بیفته دنبال انمیا، خودم میبرمش. آیا فیچر دیگه ای بازی داره؟ هنوز داره. خب بازی یه پازل هم اینجا گذاشته که ما جلو جلو حلش کنیم. اینجا سریع راه خروج دیدیم، کله رو نندازید برید. چرا؟ اینا رو ببینید از Tears of the Kingdom و Breath of the Wild قرض گرفتن ها. کره. و این سوال مرتب داشت واسه من تکرار میشد، حاجی کره انگور اینا رو قراره بپزم مثل Breath of the Wild و Tears of the Kingdom؟ کجا قراره بپزم؟ چجوری میپزم؟ سیب فالکون خوش اومدی. به 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 به. ای بچه ها چقدر باحال اینا. آقا یعنی من این عنکبوتر رو بزنم، عنکبوتر رو به هم میده تار بزنه. میاو میاو. یکی از جذاب ترین آیتم های انمی های داخل بازی، به درد فایت نمیخوره ولی شما رو نجات میده، کلن شما رو نجات میده. حاجی حس میکنی داری چیت میزنی تو بازی و چقدر این باحاله. بابا پرس عنکبوت همه برید. عنکبوتش یکم بی ادبه به نظر من، بهترین مجازات برای این عنکبوت اینه. تکون که نمیتونی بخوری. نه بشو بشو بلند شو پیان بلند شو پیان. خب حالا هرچی ساختیم و بره بره. احسن، شما میتونید بغل جسمایی هم که ساختید دکمه آردوتون رو بزنید، راحت مسیر رو باز کنید. ایزی بازی داره دیوانه کننده میشه ها، لحظه به لحظه،
و شاید شاید باورتون نشه اگه بهتون بگم که الان میتونید پلتفرم بسازید، درسته؟ میتونید هم نسازید. با عنکبوت مسیرها را پیش رو بروید. خب بازی داره عجیب میشه. این پایین یه عباس آباد چغندری داریم. آفرین. خودزنیاتو دوست دارم، رنگ مهتابیه. خب رفتیم طبقه دوم دانجه. آجی این چقدر شبیه مسیر باسفایتیه که از دستش فرار میکردیم. اوه اینمی سختا، اینا رو چیکا کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یه جلو. به به. این شوالیه ها چقدرن؟ اینا هم ستایی هن. باری کلا. سمت چپ بریم ببینیم چه خبره. آره سمت چپ یه اتاق میره پایین. میبینید دیزاین لیول های اینجا رو خیلی گوگولن. حتی قبلی که اتاق رو بریم میریم راست هم بریم. حالا این ورم میریم اون ورم میریم. نه دیگه داریم میریم پایین که بره یه لیول دیگه. بریم سمت راست کامه. آیتم گذاشتن تعداد محدودیت داره. آره علی ویکی پشت سر ما اینا رو نبودی دارم میگم. اول استریم بیا حاجی 10 جا من شمارش معکوس گذاشتم توضیح دادم. اول استریم هم گفتم اون موجود زرده که پشت سرمه، این پشت سرش 3 تا دوم داشت. دیدی الان دوماش رفت. ببین الان دوباره دوماش برگشت 3 تاست. در طول بازی هم آپگرید میشه، میتونی افزایشش بدی. اینطوری نیست تا بی نهایت بذاری، همیشه از المان آخریات کم میکنه. خب آتیش میخواین. اینو گذاشتیم. برو پایین بابا. این هم هیچی نداشت. اینا رو بسوزونیم راحت تره. بسوز منو باش. آتیش خطر داره، یکم دورتر وایسیم کلش بسوزه سریع. این آتیش گرفت اونم رو روشن کرد از آتیش سوزیش. در پایین باز شد، اصلا نیازی نیست اونجا بریم. من فقط وایستادم آیتمای اینا رو بردارم. خیلی ممنون. 3 تا نکتار افتاد از اینا برداشتیم. درمون هم باز شد. نه باسا رو بهت نمیده. باسا رو بهت نمیندازه واسه کپی پیست. باس اصلی ها رو نمیندازه. ولی مثلا همین مینی باسی که دیدی چرا انداخت. آقا یه پازل خیلی ساده. کورم. آقا یه پازل خیلی ساده. همه اینا بی سپرن الا این. بکش. خب شیلش افتاد. دروا شد و گل اومد. صدای بلبل اومد. اوه 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 منو ببین عباس. آفرین. تو هم منو ببین. آفرین بابا. خفاش های عزیز به این مسئله دقت کنید. با هاشم نمیشه در افتاد. بخورش. بخواب بابا بخواب. بذار نفس بگیری. دوتا ضربه بخور. دوتا ضربه. That's it. بی تربیت ها. این بالا خیلی بلنده برامون. یه جعبه آخه پشتشه میدونی؟
خدایی نمیشد این چیزا نرفت دیگه، میشد الحق و الانصاف نمیشد. بیاید پذیرا باشیم. به به، 50 تا پول دیگه، خدا قسمت کنه. بزن بره شو خوش. این چیه توش؟ بابا قلب نمیخوام، من قویم. مسیر دراز، یعنی چه باسی انتظار ما رو میکشه؟ What? What? چه اتفاقی افتاد؟ لینک با چشای قرمز، ایمپاستر لینکه، با شمشیر افتاده در کونمون. آها بخور بخور بخور، ضربه بخور. شیلم گرفته دستش. وقتشه که یه ضربه یه دیدنی از عباس کفتراللهی و دیگه واقعا داری من عصبانی میکنه. باید کمکش کنی. موقعه اینجا بابا دوباره اینو ول بدیم، این به کارمون میاد. اوه ضربه زد، ضربه زد به من. یه ضربه خورد، شار شد یا ابوالفضل. اوه سریعتر شد، سریعتر شد. ما هم یه نصف جون نداریم، چیکار کنیم؟ چیکار میتونیم بکنیم؟ داره دنبالمون میگرده، فرصت داریم. منو دید، وسط باسفایت این بازیکن میخوابه، قلبشو پر میکنه و اینجاست که بازی میخواد به شما بگه که داداش این چیزی که فکر کن وسط باسفایت بخواب. آخ یادم رفت، واسه تاها میخواستم ضبط کنم. باید یه ضربه بخورم، بذارید یه ضربه بخوریم. آفرین، ضربت رو زدی، کارتو قشنگ انجام دادی. معطل کنه بازی رو در میاریم. بابا دارم ضبط میکنم پدر سگ. ضربه شارژی میزنی؟ الان سپرایزت میکنم. اوه 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 وای راه خودم رو بستم. What?
برو خدا بزن من بخوابم. اوی سیف کن. این واسه تاها عالی شد. بکشش. آها خفتش کن بزن تا صبح تمام. آخه ویدیویی که میخواستم رو گرفتم. وسط باس فایت شما میتوانید بخوابید و جان خود را پر کنید. یه بازی به من نشون بدید همچین فیچری برای شما گذاشته باشه. خب اینجا یه کار جذاب میکنن. شما با ایمپاستر لینک که در واقع دزدی کرده مواجه میشید. در واقع خود لینک رو دزدی کرد. دزدیده شخصیتش رو که تو ریفت رفته مواجه میشید. حالا بازی تلاش میکنه فیچرهایی که لینک داشته رو بهتون بگه. از این به بعد شما یه چیزی شبیه به مانا داخل بازی دارید، خب که اگر دکمه دیپد بالاتون رو فشار بدید میرید تو اون حالت مانا، یه تایم شمارش معکوسی میاد و شما تبدیل به زلدایی میشید که شبیه به لینکه. تا اون تایمتون هم صفر بشه میتونید مثل لینک فایت بدید. ماهیت داستانی هم داره، توضیحش هم مشخصه. ببینی با دیپد بالا هم سری برمیگردی تو حالت عادیتون که من برگشتم. اون بالا سمت چپ اگه ببینید ما اون مانا لاینر رو داریم. و حالا داره میگه توی بازی یه سری آیتم های محیطی هن، پرایم انرژی هایی هن در واقع. این آبی این برام هست. شما به دست آوردنشو ببخش صرفه کردم. شما به دست آوردنشون میتونید چقدر صرفه میکنم چی؟ فکر کنم هاشم زلا شیرازی حال نداره. آها من زلای منو میگید. میتونید چالش های پیش روتون رو راحت بردارید و با این انرژی آبی ها دوباره خطتون رو پر کنید که حالا این هم باز آپگرید میشه جز عناصر. خب ما هر جایی که فوزولیمون گرفت سریع ببینید. شما اگه پلتفرم رو نبینید بازی نمیذاره که این اسقر. بابا من دیدم توی زندگی. بیا پایین نگاه کن. بابا نپر. یه نکته، ما الان یه مشکلی که داریم چون هر عنکبوتی عملا دو تا مثلث به کار میره روش، ما نمیتونیم آویزون خیلی بمونیم. این ممکنه یه جاهایی سخت بشه ولی بازی بعدن به شما این امکان رو میده که تعدادش رو زیاد کنید. با یه فیچر جدید داخل بازی آشنا میشیم، مثل همون رینگ توی بازی های RPG که معمولا دیدید. شما یه سری اصطلاحات، میگم اصطلاحات، یه سری اسلات هایی دارید که به مرور آیتم های مختلف میاد. مثلا الان این هارت پینه. خب هر کدوم اینا فرق میکنه. مثلا این هارت پین بود من گذاشتم، چیزهای متفاوتی در طول بازی گیرتون میاد. یه عقب ببینم. خب خیلی ممنون، بریم پای. تبدیل حالت ها دائمیه تا موقعی که بخوای رو اون حالت میمونی؟ نه دیگه. آقا من حس میکنم علی امدایاری اصلا گوش نمیده. یعنی استریمو انداخته این ور دو دقیقه بار میاد، یعنی نقدا هم همینجوری میخونی حاجی؟ همین دو دقیقه پیش گفتم بالا سمت چپ مانا لاین داریم، الان لول 1 تایمش تموم شه برمیگردیم به حالت عادی. اگه بخوایم این زیاد بشه باید لول اپ کنیم، یه سری آیتما باید بگیریم. کل اینا رو توضیح میدم. میگه در کل بازی میتونی لینک بمونی. همینو الان 5 دقیقه پیش گفتم ها، همین 2 دقیقه پیش گفتم.
این که میگم محتوا رو سطحی میخونی علی، ببین اینطوری که علی در طول یه سال دو تا دونه بازی میکنی راجع به 100 تا بازی نظر میدی، اون 100 تا بازی هم که نظر میدی اصرار داری نظر تو به من بگی که اون بازی ها رو تجربه میکنم، یعنی نمیری به یکی که بازی نکردم بگی بره بشینه بازی کنه، وسط استریم گوش نمیدی، سرت با کونه چلنگ تخته بازی میکنه. همین الان گفتم خب یه در بسته داریم، کلید میخواد. اینجا که در باس فایت ما صرفا سیو رو بگیریم، این که خب در باس فایت، کلیدش رو باید بعدا سر فرصت بگیریم. دو تا چست هم داریم رو مپ، چون دیدید مپ بازی هم گرفتیم. الان ما الان مثلا تو این دانجن چیزی از بالا جا نذاشتیم، همه رو گرفتیم. یه چست اینجاست، یه چست اینجاست، یه چست اینجا. یکی از این چستا کلید این دره، یکی از این چستا هم کلید باس فایته، یکی از چستا هم جایز مایز است. ببین باز از این المان آبیا، همین هایی که علی امدایری گوش نداد به همون دیدیم. بذار به تاها بگم ضبط کردم، اصلا حواسم نبود. خوب شد گفتم. تاها ویدیو گرفتم از یه باسه بازی تو مرحله اصلی هم بود، ویدیو گرفتم توش خوابیدم کلی هم تو استریم خندیدیم. چیز میکنم بعد استریم بهت میدم، چون تاها یه ویدیو باحال داره بابت زلا آماده میکنه. این فیچر رو بهش گفتم، اه من نکرده بودم. میگم بازی هر کسی با هر کسی دیگه فرق میکنه، قصهش همینه. آفرین، بخورش، بخور بخور دیگه، هر چیزی رو که نمیخورن. خب این هم گرفتیم. یه سوال، این آتیشا لای اینا رد میشه؟ نمیدونم، اینو تست نکردم. تو برو اون ور بابا. آه کله اینو بگیر بکش. کلهشو گرفتم کشیدم مرد. حالا اینجا چه خبر بود کشتن این؟ همینجوری. آه سه تا هم باید سه تاشونو بزنی. برید بالا ببینم، یکی دو تا. یه بابا بیا اینجا، بیا اینجا. اسکول بالا چست چپ هم یه چست. یه بابا بیا کله رو بده. خب میگه والا من 5 دقیقه قبلش بوده بابا. میشینی استریم میبینی 5 دقیقه بعد فکر میکنی به ماجرا. من همون لحظه که داشتم توضیح میدادم تو اصلا. علی استریم کلا 10 ثانیه دیلی داره، مگه اینکه استریم رو قطع کرده باشی رفته باشی یا رفرش خوب بافی چیزی خورده باشه، بافره دیگه حکم میگم باف، بافری چیزی خورده باشه، دیلی خورده باشه، تهش شما 10 ثانیه 15 ثانیه بعد حرف منه، نه 5 دقیقه بعدش. خب ما اما چو حلگشت آسان شود. آقا ما برای اینکه این نرده ها رو ببریم کنار یه چیزی احتیاج داریم. چی؟ اینو بگیریم بیایم عقب، بیایم بالا، اینو بدیم اونجا، اهم اونجا بکشیم بیا جلو. کلیدو بردار. خب
اینم که هیچی، کلیدم برداشتیم. حالا بریم مستقیم در این ور رو باز کنیم. خب در اینجا باز شد. اینجا یه نکته ای داره، همه روی یه جان به جز علی اصغر. میذاریم اینجا، نرده رو میده پایین. اون بالا هم یه دره که احتمالا بعدم باز میشه. خب پلتفرم اول اینجا توضیح میده، یعنی یه آموزش خیلی ساده میگه اگه دکمه آر رو نگه دارید پرت نمیشید، یعنی میتونید با کمک یه پلتفرم یه مسیری رو رد کنید مثل اینجا. بابا دیر زدم. این دفعه باید سریع بزنم. خب یه جعبه راست داریم، یه مسیرم واسه برگشت. حالا یه نکته ببینید، ما نمیتونیم از این بریم بالا، فقط میتونه ما رو نگه داره. پس یه سری جاها باید دست به دامنه پلتفرمینگ بازی شد. این چی بود زدم؟ یعنی بیایید خودتون رو هم اندازش کنید و بگیریدش. کلیدم برداشتیم. حالا یه چالش دیگه داریم. اینو چجوری بذاریم بالای این؟ اینو بگیریم بیاین. با پرش نمیره. میبینید؟ ولی اگه یه المان رو همزمان بذارید میتونید با پرش هم برید. و چست نهایی که معمولاً تو کل بازی معمولاً که نه همیشه کلید باس فایت ها این شکلیه، جعبه هاشون هم این شکلی هست که میبینید. خب بریم باس فایت اول باس. البته یه سوال، اینجا در خروجی بود همون یه لحظه. آفرین، گفتم چرا باید این همه راهو برگردم. از اینا قبل باس فایت یه جعبه شکوندیم بهمون فیری داد. فیری چون بطری داشتیم رفت توش، یعنی اگه یه بار جونمون کامل تموم شه به ما چیز میده، به راحتی به ما جون میده. خب اینا ببینیم آیتم آبی نمیدن، انگور و قلب و
طبعا برای باس فایت میریم سراغ این، ولی تختم میذاریم دم دست، میریم تو باس فایت. خب باس اول بریم سریع به این توپه ضربه بزنیم. باس وحشی شد. نرمینی ببینید چقدر این به کمکمون میاد. ببینید قبل این باس فایت این آیتم چقدر باس فایت رو راحت میکنه برامون. و تمام، یه انمی رو ما کشتیم، سامن کردیم. این انمی چقدر باس فایت رو روان کرد. و طبق روال عادت زده ها، باس که میکشید یه قلب کامل میگیرید، نه یه تیک قلب. و باز راجب ارتباط ترای ها با محیط بازی قراره بفهمیم. حالا شما ممکنه برید این انمی رو نزده باشید، ببینید چقدر پروسه باس فایت ممکنه برای یکی دیگه سخت باشه، برای یکی چقدر راحت. بسته به اینکه چه مدلی بازی کردید متفاوته. اینجا یه چیزی که میفهمیم، این ترای ها که خیلی هم زیادن، یه دونه نیستن، اینا کارشون اصلاح کردن یا فیکس کردن همین ریفتیه که تو بازی میبینیم، همون محیط بنفش رنگ. ولی واقعا از کجا اومدن؟ اصلا اینا چطوری درست شدن که قرار بوده اون ریفته رو درست کنن؟ اون ریفته ریشش کجاست؟ هی سوالات داستانی داره بیشتر میشه، ولی میبینید این تیکه سرسبز شد. و اون خونه ای که دیده بودیم که گیر داشت، این خونه هم آزاد شد. حالا این خونه کجاست؟ ببینید یه دونش اومد یه درختم کاش رفت. این پروسه دیالوگو تو همه اینا داری که در واقع در انتهای هر کدوم از دانجنایی هم که میرید، بسته به نوع دانجن، دانجنای بزرگ ماموریت های خیلی خوب ماموریت اصلی و فرعی داریم، ماموریت اصلی باشه آپگرید جالب میده. الان دقت کنید لول ترای رفت بالا، از لول یک شد لول دو، چون یه دانجن اصلی رفتید. دانجنای کوچولوتر یه کوچولو اضافه میکنه. تو آپگرید لول دوش یه دونه چیز اضافه کرد، میبینید مثلث اضافه کرد. الان ما عنکبوتا بود که دوتا دوتا بود، سه تا جا داشتیم، هر یه دونه که میذاشتیم به خاطر اینکه چهار تا نبودن این مثلثا قبلی پاک میشد، الان به راحتی همه جا میتونیم با عنکبوتا بازی کنیم، چون هزینهشون دوتا مثلثه و چهار تا مثلث الان داریم. الان به تعداد بیشتری میشه سامن کرد. هر انمی دوتاییمون، هر انمی که تک باشه مثلثی، چهار تا میشه آورد. دوتاییامون دوتا، میبینید هی داره آپگرید میاد بالا. و یه المان جدید هم گرفتیم، یه کریستالایی میگیریم که این کریستال ها کارشون آپگرید خط ماناست. ببین RPG بازی داره هی خودش رو برای شما باستر و باستر میکنه، هی داره بزرگتر و بزرگتر میکنه. خب این هم برداریم، یه جون دیگه هم بهمون اضافه شد. و ما در واقع وارد ریفت شده بودیم. شاید خیلی از شما حالا یادتون رفته باشه، ما تو دانجن معمولی هم نیومدیم، اومدیم تو یه ریفتی، یعنی در واقع وارد ریفت شدیم.
الان اومدیم بیرون، یه تیکم کلا کرسی که رو دنیا بود رفت، یه تیکه رو از بین بردیم. اینجا وزیرم اومد. اینجا قیافه وزیرم دیدیم، قضیه رو براش تعریف کردیم چون هیچی یادش نمیاد. خیلی جالبه بچه ها، این اگه دقت کنید داره میبینه ترایو ولی بقیه نمیدیدن. خب تنها نکته هم که وزیر داره وارد این ریفت شده، یعنی آیا موجوداتی که وارد ریفت میشن ترایو میتونن ببینن؟ جریان چیه؟ این به خط داستانی بازی مربوط میشه. خلاصه وزیر میگه من میرم فلانجا منتظر میشم تا تو بیای. خب حالا کجا رفته؟ رفته اینجا. اوکی. میگه دنبالم بیا، ما دنبالش را میندازیم، واسه همینم فست تراول دی اکتیو بود. و میره توی این ساختمون. اوضاع خرابه دیگه، در واقع چی میگن نسخه تقلبی این ایمپاسترش الان تو قلعه است، نمیره تو قلعه دیگه. اومد پیش یک، خب پیش کی اومده؟ این در واقع بچه ها داداش ایمپاس، داداش کوچیکی ایمپاس. و کسیه که مستر سورد رو برای لینک ساخته و توی بازی اطلاعاتی که شما بابت لینک پیدا میکنید این در واقع بهتون میده. تو بدنه داستانم عملا لینک اول کار سوردمن تلقی میشد دیگه، نمیشناختنش. اینجا میفهمه اون این الان لینک رو دیده، ماجرای ایمپاستر لینک رو تعریف میکنه و اینکه الان میدونه شمشیر لینک هم دست ماست. و از این به بعد جدای از این که خط داستانی و شخصیت پردازی لینک برای کسی که حتی دفعه اولشونه در واقع دارن با بازی مواجه میشن رو توضیح میده، راجع به خود لینک اینکه چه ویژگی داره، از کجا اومده، اینا کامل توضیح میده. یعنی تو طول بازی با اینم آشنا میشید. خب یه خصوصیت دیگه هم پیدا میکنه. از این بعد وظیفه آهنگری بازی هم به عهدتون، به عهدهش در واقع قرار میگیره. یعنی کلن شما رو آپگرید میکنه، شمشیرتون در واقع با این آپگرید میشه، حتی اون خط ماناتون هم با این آپگرید میشه و هر چیزی که در آینده ممکنه 1% تحویلش بگیرید. اینجا تازه چیز میره بیرون، ترای میره بیرون و یه محیط های جدیدی توی مپ شناسایی میکنه که تارگت های بعدی شما. شما فهمیدید با رفتن پیش ریفتا واردشون شدن و حل کردن و چالش هاشون کلی آدم میتونید نجات بدید و دوتا مسیر مشخص براتون تعریف میکنه. خب این وسط هم وزیر مأمور این میشه که بره بیشتر تحقیق کنه و تو کمک کردن به این مهندس که در واقع داداش این پاس برای اینکه بتونه شمشیر رو اینا رو بهتر آپگرید کنه کمک میکنه. خب حالا اینجا راجع به لینک بیشتر توضیح میدیم و این قصه ها و بحث آپگرید و تازه بخش آپگرید برای ما باز میشه.
خب من الان شمشیرم رو لیول اپ میکنم. ببینید میگه که 10 تا میخواد، تو نداری، ما 5 تا انرژی داریم. سمت راست صفحه میبینید. پس با این انرژی هم یه جای بازی به دست بیاریم. یکی از راهاش رفتن توی این ریفت هست. فعلا خط مانامون رو گنده میکنیم که تایم بیشتری بتونیم تو اون حالت لینک باشیم. و اینجا خط مانامون هم رو صفحه میبینید، بزرگتر شد. خب دیگه خدافز. طبق پایینش هم هیچی نیست. من رو بخواییم ببینید میگید آقا چرا پایین نرفتی؟ هیچ. یه دفترچه و اینا هم گذاشته که میخونید بیشتر. خب حالا اینجا یه سیو هم داره میگیریم. ببینید ما دو تا ریف داریم، بازی هم گفته که بیا اینجا. خب من اصلا گور بابا اینا میخوام یه بره دیگه برم. این عنکبوت بچه آروم. از اینا هم بدم نمیاد بگیرم. مرس. از چه جهت گفتم؟ به خاطر که یکیه میتونید به عنوان خمپاره انداز استفاده کنید ازش. ببین جوخه مرک تا 4 تا میتونیم بذاریم. ببینید رسما بمبارون میکنه. یه دانجه، یه از این دانجن الکی هاست. اوه عنکبوت، باید عنکبوته رو بکشم. بریم توش. جوخه یه مرگ. شلیک. نه این داره اذیت میکنه. پس عالی. خب این چه فایده ای داره؟ الان میخواید وسعت بازی رو ببینید دوستان عزیز؟ بیا پایین بابا، بیا پایین، بیا پایین. چه مثل چی پا میشی میری؟ نزاش من چیز کنم. بابا مرو بالا. چجوری میگرفتمش؟ بغل میگرفتمش و باهاش میرفتم بالا. این چه عنکبوتیه؟ عنکبوت اشتباه گذاشتم. ریدم پس کلت. یادم رفته کجاشو باید میگرفتم. ایراد نداره، با 4 تا میشه رفت بالا. عمرن اینو باید یادم میومد چجوری اینو میگرفتیم. بذار من یادم بیاد، راه نداره. اینو میذاشتیم و
بعد اینو میگرفتیم دیگه وقتی میرفت. آها دکمه آ رو باید بگیرید، حواسم نبود. وقتی یه موجودی رو میگیرید باید دکمه آر رو بگیرید، حالا یادم اومد، که انگولکتو نکنه. مثل اون چیزاست، مثل اون پلتفرم هاست، اینو یادم رفته. دکمه آر رو میگرفتیم. anyway اینجا چست رو میرید و خدافز، یادم اومد. یا ابیلیتی اد کردم که اسپانت برای لوت کنه بهتر نبود؟ الان اینجا اگه یه تایپ انمی مخصوص یا یه ابیلیتی اد میکردن که اسپانت برات لوت کنه بهتر نبود؟ داره نوتوریوس بازی مابی داره که لوتاتو جمع میکنه. بچه خواهشم با 2 دقیقه دیدن بازی تحلیل نکنید، باریکالله. خواه همه دیوارها قابلیت عبور دارند با وجود اوه 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 از این انمی پوفیوز هست. اینا نقطه زنن. ای حرام زاده، وای ریدم. تا اون داره اینا رو میزنه ما یه چرت بزنیم. ای مرد واسه جونم پرشه. آره داره نوتوریو، سب کن. میبینید تخته نیم جون نیم جون پر میکنه، بعدا شما تختایی میگیرید که خب با جون بیشتری چیز میکنن، کار بردی ترن. جونمون کامل شه، اصلا هم نین جون نمیخوریم با تخت. خب یه دونه پرنده جدید، پرنده های خوبی هم هستن. حالا من دارم یه جای خاصی میرم. سلام، آفرین آفرین. مرسی از دونیت دارک نوتوریوس 50,000 تومان. چقدر پر که 16% هدف پر کردین، یعنی 13 دقیقه دیگه استریم تمامه. اوکی باید برم چپ. بچه ها ببینید اون وسط اصلا کرم عجیبی داره، آدم رو ناخودآگاه به سمت این میفته که اینو بکنه. آها بدونید این کریستالا درست مثل سید توی بازی های دیگه زلدا چیزن، یه شهرین برداریم. بخواب بخواب، تخت گذاشتم بغل انمی. وای بغل انمی تخت گذاشتم. آها این بازیکن با هد میره تو دیوار. حالا ماره بعدی عالی می نوازه این بازیکن. اینم میگیریم. خب این پایین یه خبرایی هست. چیه؟ یه ورودی داریم. اینجا چه خبره؟ یه بنده خدا استبدار اینجاست، راجع به اسب حرف میزنه. اینجا هم چطوری اسب سوار شید. و حالا از اینجای بازی بریم هرچی فاستر رو بله بگیریم. یا ابل فاست
دقت کنید. اون کجا میره داداش؟ اسب اومدیم برداریم، میگه بیرون و اینا نمیتونی ببری. باش نمیبری. بیرون بردن اسب قدغنه. میگه فقط توی این میتونی به چرخه اینجا. و شما اگر مأموریت اسبشو حل کنید، شما اسبی بهتون میدن که همیشه از اینجا برید بیرون. خب این هم یکی از ساید کوست های داخل بازی که جایزه های خوبی داره. یه استمپ کارت بهتون میده، جاهای مختلف باید این استمپ ها رو پیدا کنید تو نقاط مختلف بازیه. هر جا دیدید برید پیشش، یه مهره بکوبید روش، کامل بشه میاد بهتون جایزه میده و استمپ کارت جدید بعدی رو بهتون میده. این یکی از چیزای جالب داخل بازی. حالا دقت کنید، وارد یه منطقه عجیب میخواییم بشیم، بسیار هم سخته. طبیعتا داشتن انمی خرجون به شما کمک میکنه که اوه گوه خوردم. از دست اینا راحت فرار کنید. خب نزدیک یه شهر دیگه شدیم و یه NPC دیگه میبینیم. اسموتی شاپ دیگه چه شروریه؟ مثلا من الان انگور رو با سیب قاطی کنم واقعا اتفاق آشپزی بازیه؟ بله بازی پروسه آشپزیش، ولی دو آیتم هست، مثل برث آف دی وایلد و تیرز آف دی کینگدام نیست سه آیتم، پنج آیتمه باشه، یعنی از یک تا پنج آیتم شما میتونید یه آیتم رو با خودش یا با یه چیز دیگه قاطی کنید. خیلی هم به صرف است، ولی هر کاری که هر دفعه که میخواید این کارو بکنید 10 تا پول ازتون میگیره. ببین مثلا من 3 تا پول دارم، مثلا شیر عسل، یه شیر عسل بریم. میتونید راحت هم اسکیپ کنید، در جا محصولتون میاد بیرون و هر محصولی هم یه کاری میکنه، حتی پوشن هم درست میکنه اگر المانای کره عسل هم چیز جالبی باید بشه. اگه آیتم های انمی هم داشته باشید، پوشن هم مثل برساب دوایل و اینا درست میکنه. اینا هم ساید میشن دارن، اینا هم جاهای مختلف بازی هم و ساید میشن های مخصوص به خودشون دارن. حتی میتونید پیششون اسموتی هم بفروشید، ولی برای اینکه ببینید، ببینید جون عادیه، این 5 تا جون میده. مثلا الان من شیرعسلی که درست کردم نه تنها جونامو زیاد میکنه، خط انرژیم هم که میرفتم تو حالت لینکو اضافه میکنه. این مثلا حالت گلوی داره، یه جاهایی که مثلا تو قار و اینا استفاده کنید دورتون یه درخشندگی بیشتری میگیرید، تو جاهایی که تاریکه مثلا زیر دریا گاهی وقتا به جای مجبورید از پیرانا و اینا استفاده کنید، به راحتی میاد از این استفاده میکنه. خب اینم یه ویلیج جدید، هر ویلیجی ساید میشن های مخصوص به خودشو داره. مثلا این خروسا میبینید ولن واسه این خانومن، خروساشو گم کرده، برید پیش این، میگه خروسام گم شدن، 5 تا دونن، بیا بردار بذار اینجا. این دقیقا هم شما کاری که انجام میدید، باید خروسه رو بردارید و بذارید توی خود چیز. این یه مدل دیگه از ساید میشن ها. یه مدل دیگه از ساید میشن های داخل بازی مثل اینه،
یعنی شما یه المان مهم میبینید و برای اینکه اون المان مثل این کاتانا رو به دست بیارید باید چالش های اسقرالله رو تموم کنید تا اون المانه رو بگیرید. کاتانا سر کوفتی که هست. اما یکی از چیزهای جذاب بازی که بازی رو واقعا روانی کننده میکنه، من دوست دارم به شماها نشونش بدم، اینه. ببینید مثلا اینجا منطقه ولکان و منر خیلی منطقه خطرناکی هم هست، انمی ها به شدت پوفیوزن و خطرناک. خب برید اینجا باید فرار کنید، میندازن در کونتون رو میزنن پاره میکنن، خیلی هم بد جون کم میکنن. حالا من دلیل دیگه ای داشت که اینجا اومدم. خب مثلا میرسید اینجا و پلتفرم میخوایی بزنید اون بر سخته. یکی دیگه از فیچرهای بازی که بسته به نوع پرندهی که دارید فرق میکنه اینه، پرنده رو میگیریم. بله پرندهی مورد نظر شما به عنوان گلایدر کار میکنه واسه تون. این فیچر رو قبلا تو سال دهه اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 داشتن، ولی به جایی که گلایدر بذارن تو بازی حالا شما کلی پرنده دارید که حتی به عنوان گلایدر هم میتونید داخل بازی از اینا استفاده کنید و حالا طبیعتا اون کارایی هایی که براتون میتونه داشته باشه. البته این منطقه بالا منطقه جذاب و پدرسگ چیه؟ ولکانوه که بسیار خطرناک و سخت هست. ای گوه توت. یا عبرفز این بر میخوره تو سرم احمق. آخ بغل کلم رد شد. الحق که گاوی. حالا بمب اندازا راست آقا راست بیا راست. سرباز بمب انداز عرب نزن دیگه. ای بازم از اینا. ببینید من الان زور منطقه ولکانو رو ندارم ها، خب ولی اومدم توش. ببینید با استفاده از همین آیتما یه مسیر سخت و چقدر راحت رفتیم. یه تیکه مپم باز کردم. من از اینجای بازی کلن پروسه و برنامه می بود که مپ باز کنم، یعنی شروع کنم یکی یکی مپ بازی رو باز کردم. هر ویلیجی هم که میرید نه فقط توی چیز محیطای عادی، این سایلاتون هم میتونید خورد خورد حل و فصلش کنید. و اینجا من شروع کردم مپ رو کامل چریدن. الان بالا سمت چپ ادیم ولکانوه، پایین گرودوه منطقه صحراییه. ممکنه بگید ای بالا سمت چپ که توی بازی زلدا منطقه کوهستانی بود، ولکانو دقیقا بالای هایرول بود، حالا این ولکانو شپه بالا منطقه برفیه بالای چیزه. یعنی گاهی وقتا منطقه ها سویچ میشن، ولی مثلا همیشه پایین راست منطقه جنگلی هست، پایین چپ منطقه گرودو هست، بالا تو خیلی از نسخه ها منطقه آتش فشانی و منطقه کوهستانی برفیه جا به جا شدن فرزن. ها یه مشکلی که نتونستم تو طول بازی توضیح بدم، در طول بازی هم سوال کردن این بود که آقا منتقل چه ایرادایی گرفتم. من تو بازی هم نقد کردم یه جاهایی مشکل پرفورمنسی برمیخورید زمانی که خیلی آیتم دارید و خیلی شلوغ میشه محیط. یکی هم سری جاها توی باز بخش ساید اسکرول بازی وقتی چند تا آیتم رو چند تا حالا انمی رو سامن میکنید یا آیتم رو سامن میکنید یهو لاش گیر میکنید، بازی گیر میکنه، یعنی بازی گیر نمیکنه، خود به خود میاد یکی از آیتم ها رو غیب میکنه برمیگردی سر جاتون. من این بخش بازی رو به عنوان ایراد حساب کردم، ولی ایراد از بازی نیست، از پردازنده است. در واقع نینتندو بازی که برای کنسول نسل بعدیشه یا کنسول پرویه که قرار عرضه کنه رو اومده رو کنسولی داده که علاوه سخت افزاری نمیتونه پردازشگرش انقدر المان رو حفظ کنه. ببینید شما اگر که من بیام توی بذارید من اینو بهتون نشون بدم توی لودینگ ها، مثلا بیام توی لودینگ قبلی هامو کلن حذف کرده، بذارید من بیام توی تایتل اسکرین. یس yes. و
فکر کنم واسه هر سیو یه لود جدا داره، شاید هم لود چیز داشته باشه، نمیدونم. آها ببین، من یه لود بالا دارم، من الان میام تو این لودم، این لود پایین که هیچ، این که سیو شده. اینجا که میام واسه دنیای قبلیمه و یه سیو مخصوص به خودش دارم که اینجاست. خب من الان میام توی این که کل دنیا رو هم باز کردم. علی ام داری برو، علی ام داری زده فعلا تو چت کامنت توییتر میاد میگه نقده اینجا رو گوش نمیده، فعلا من رفتم. شاش داره. ببینید من الان دیپد راست میزنم، ببینید چقدر المان دارم. بعد مثلا تخت ها فرق داره، این تخت لولیه که مودیایتونه نیم جون پر میکرد، این تختمون یکی و نصفی جون، یکی و نصفی جون پر میکنه. جونش هم ببینید زورش هم بیشتره. بعد ببینید چقدر خرت و پرت میگیرید تو بازی، نگاه کنید. پردازشگر بازی باید کل این، تازه من همه رو نگرفتم ولی 80% رو گرفتم، کل اینا رو باید تو حافظش نگه داره. بازی دیزاین درستی داره، همینو بیاری مثلا رو پی سی اجرا کنی راحت اجرا میشه بدون هیچ مشکلی. اینکه سخت افزار قابلیت اجراش رو نداره مشکل از کنسوله نه بازی. خب ولی خیلی از منتقدای این مشکل رو از خود بازی دیدن، از خود بازی گرفتن. گرفتین؟ و مثلا تو نقدا میگید مشکل پرفورمنس داره، بازی مشکل پرفورمنس نداره، پردازشگر نمیکشه. پردازشگر نینتندو سویچ نمیتونه بازی نسل بعدیشو، مثل اینه که آقا بیان ریترنال رو عرضه کنن رو پلی استیشن 4، نمیتونه اجرا بشه. PS5 میخواد، SSD میخواد، چطوری اجرا کنه؟ بعد میگن ریترنال بازی بدی بود. خب این یکی از نقدای رایجی که به بازی شده، حالا من خود نقدم هم میخونید، به این موارد هم اشاره کردم، نمره ای هم که دادم به نظرم نمره ای که واقعا بازی لیاقتشو داشته. سر همین قضیه بازی ناخودآگاه آندر ریت شده، بدون اینکه مثلا بخوایم آندر ریت شده بازی. بعد یه چیز جالب میبینید، بعضی از این مثلثا خاموش شدن، شما با آپگرید کردن لول های ترایتون قیمت محصولاتتون هم کم میکنید. یعنی شما مثلا، من یکی از چیزایی که تو بازی خیلی استفاده میکردم و خیلی روانی کننده ازش استفاده میکردم و به شدت خفنه و حال میده اینه، این بومرنگی ها رو ببینید. الان 3 4 5 6 من لیول اپ هم رسیده جایی که 6 تا از اینا رو میتونم سامن کنم. میبینید بعد اینا بومرنگاشون میره بر میگرده، تو باس فایت ها جر میداد. شما بعدا با آپگرید میتونید المناتون رو پرت هم بکنید دورتر. حتی اینکه حالا نوشیدنی هامه هیچی، این بخش آیتمایی که اضافه میکنید، شما میتونید قدرت جامپتون رو زیاد کنید، ارتفاعی بیشتر، به جای نیم بلاک یه بلاک کامل بپرید. این آیتم دفاعتون رو افزایش میده. هر کدوم اینا مثلا یکیه که با زدن انمی ها آیتم بهتر دراپ میکنه، بس واسه این آیتم دفاعتون رو زیاد میکنه. این آیتم دراپ انمی ها رو میبره بالا، این یکی پول دراپ انمی ها، در واقع روپی دراپ انمی ها رو زیاد میکنه. هر کدوم اینا یه چیز جالب تری بهتون میدن. اینا واسه اسموتی هاست که در واقع میسازید، این که مثلا چه اسموتی هایی بسازید. لباس ها، این لباس قرمز رو فقط با آمیبای لینکس اویکنینگ میتونید تو بازیتون ظاهر کنید، لباس های دیگه بعدن اضافه میشن به بازیتون. کل المان ها هر کدوم یه کاری میکنن، اینا اینجان. و توی بازی جدا از شمشیر، شما تو چالش های بعدیتون تیر کمون و بمب لینک هم میگیرید. حتی این آیتم های سیوتون هم که الان میبینید برای من پره، اینها رو هم در واقع در طول چالش های بازی به دست میارید که دلشون بیشتر میشه. این استمپ هم که کامل نشده. و از همه مهمتر، 3 خدایی که توی یونیورس زلا هستن و خیلی مهمن، یعنی دین، نایرو و فارور که در واقع خدای قدرت که همیشه توی بازی گنندورف صاحبشه، که در جریان بازی میفهمید چی میشه که مثلا گنندورف صاحب خود. البته که شما بخواید قدرت ترای فورس رو داشته باشید، که در واقع اسم این مثلث هم ترای فورسه، اسم اون کوچولو هم ترایه، به هم ربط دارن. میگم خیلی داستان بازی کامل اومده اینو توضیح داده. این حالا این تیک هم یادم رفته بود اضافه کنم به محتوا. این ترای فورس ها که خدای قدرت معمولا با گنندورف صاحب اینه، آبی رنگ در واقع لینکه که خدای شجاعت نایرو، و فارور هم که خدای ذکاوته که مربوط میشه به زلا. حتی برعکس گفتم، زلا آبیه یا برعکس یادم نیست، اینو مغزم رید.
ذکاوت میدونم که زیر اینجا بگم sanctuary by the goddess Faror given only those who have proven their courage. آه ببخشید، سبز واسه لینک، فارور واسه لینک شجاعت و آبی هم که در واقع میشه ذکاوت برای زلاس، که باید این سه تا با هم مچ بشن تا قدرت اصلی پیدا بشه که این مربوط به دنیای چیزشون میشه. مرسی از سید ماهان موسوی واسه 150,000 تومان دونیتش بعد از تموم شدن تایمینگ چیز استریم، ولی مرسی واسه 150 تومان دونیت. بای دیفالت این چیزا مونده بود که از این ور باید بهتون میگفتم. بازی خیلی وسیعه، من مپ بازی رو بهتون نشون بدم. به این محط این تیکه بازی هم هنوز باز نکردم و بین تمام ریفتای داخل بازی یه ریفت اینجاست، این گوشه است، یه ریفتم اینجاست و یه ریفتم اینجاست که نرفتم. مناطق مختلف بازی علاوه چیزام بهتون نشون بدم، بایوم محیطی بازی حالا خیلی هم جالبه ها. ببینید اینجا یه منطقه صحراییه، خب اینجا یه منطقه کویریه در واقع که تو بازی هم داشتیم. حالا ما یه موجودی داریم در طول بازی که میتونید بگیرید، این قورباغه. اینا آواز که میخونن بارون میاد. شما یه جای بازی میتونید با بارون، با نزول بارون، قورباغه ابو عطا میخونه و بارون میاد، محیط بازی رو در واقع بارونی کنید. تو محیط کویری طبیعتاً کمتره این شرایط، تو محیط های دیگه بیشتره. منطقه آتش فشانی رو که دیدید رفتیم، یکی دیگه از مناطق بازی رو ببینید علاوه بایومی. منطقه برفیه، شما توی بازی با منطقه برفی همسر و کار دارید. یکی دیگه از مناطق بازی هم که 100% شما تو بازی های قبلی قطعا دیدید باهاش آشنایید، منطقه‌ایه که جنگلیه، بارون های مدیترانه‌ای چی میگن، بارون های موسمی اینا میاد، پر درخت نخل و این چیزاست. هر کدوم از اینا هم شهرهای مخصوص به خودش، ساید میشن های مخصوص به خودش دارن، کل شخصیت های کلاسیک اونجا میان، هایرول کسل هم که وسطه و نهایتا اینجا هم که منطقه زوراست، منطقه آبی بازیه، منطقه دریایی در واقع بازی به حساب میاد. توی بازی ما اون فیل و شتر و این چیزها هم داریم که حالا در طول بازی باشه. اصلا هر عنصری که توی عناوین مختلف زلا بوده اینجا هم میبینید. اینجا هم منطقه در واقع امپراتوری زورا هاست که میبینید و دیگه بقیه بازی هم چیزه. آها، اون پری دریایی که توی برث آف دی وایلد میدیدید و توی بازی های دیگه زلا هم هست، توی لینکس اویکنینگ هم قطعا یادتونه یه حوضچه‌ای بود که میرفتیم سراغش که دقیقا تو منطقه زورا پیداش میکنی، حالا تو بازی زلا اون چیز بود. این در واقع کارش یه دونه چست جدید برام گذاشته. آها، کریستال گذاشته. این پری دریایی در واقع کارش اینه که شما اون اسلات هایی که شما میتونید المان های مختلف مثل جامپ و این چیزا رو داره آپگرید کنید توش، با پول هم در واقع باید آپگرید کنید که اینجا حالا برا من آپگرید کرد. و دو تا دونه هم بهم داد. یه ساید میشن هم الان برام تعریف کرد که گریت فیری ریکوست، نمیدونم چیه، این باید جالب باشه. همیشه هم دو تا دونه از این فیری ها هست، اگه بشکهاتون در واقع اون ظرفاتون خالی باشه اینو بهتون میده. که میگم خود بازی مثلا بین 25 اگه بخواید فقط داستان اصلی برید، با داستان فرعی چیز روش 60-70 ساعت بهتون گیم پلی میده و فوق العاده هم ارزش تکرار داره و خیلی دلچسب و لذت بخشه. بله واقعا چه بانوی.